بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. در این واشنگتن هوا پس از چند روز باران و کمی طوفان و سیل، بالاخره امروز یک هوای خوب مطبوع بهاری داریم، تا ببینیم که بعدش چی میشه. ولی خبرها خیلی جانانه است. اولا این 31 اردیبهشت امروز یا 2 خرداد، اجازه بدید من اینو بردارم پاک کنم. فکر کنم علی آقای ما اشتباه کرده، امروز 21 می هست. تنها جایی هم که میشه ببینیم چندم هست و چجوری هست، من معمولا روی گویا.com میرم نگاه میکنم ببینم تقویم ایرانی چه روزی هست. فکر کنم بله 31 اردیبهشت، علی آقا درست گفته، من اشتباه کردم. چرا من اینجا نوشتم 2 خرداد نمیدونم. بذارید افکت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8، همه چیز ردیفه، گفت همه حاضرن جز باقر. و اما یکی 2 دقیقه قبل از برنامه داشتم از طریق فیسبوک با آقای دکتر جلیل بهار، دوست قدیم رفیق جدید، صحبت میکردم و متوجه شدم که ایشون داره برای 25 میاد واشنگتن. جالب اینجا بود که بهش میگم آقا داری میای واشنگتن که با این دوتا دیوانه حخا و حمزه پور در یک صف وایسی؟ میگه که نه. خب پس شما برای چی داری میای واشنگتن؟ دارن ازت سوء استفاده میکنن. جالبتر این بود که خود آقای جلیل بهار میگه دوستان ممانعت کردن. خب دوستتون هستن، اگه دشمنتون بودن میگفتن برین. اولا همینایی که الان میخوان برن، ما نمیخوان بهشون بگیم احمق، میخوان بگیم ساده لو. همین ساده لوهایی که میان اینجا اگه بیان، میخوان بیان چی بگن؟ میخوان بیان بگن چی؟ بگن آقای ترامپ، تو که از روز اول اومدی گفتی من میخوام بزنم ایران و ایرانی ها رو نابود کنم، برو نابودشون کن. خب این میگه من که دارم میرم، چرا هلم میدی؟ در صورت آقای بهار خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی نه رو عزیز من، این کارو نکن، این کار سابقه خوب شما رو خراب میکنه، داغون میکنه. پیامی رو از آقای خسرو بهرامی براتون پخش میکنم که حذف کردم. واقعا آقای خسرو بهرامی دمت گرم، 2 پیغام گذاشتی، کم مونده بود دیروز از این گوشای من مثل این قطارهای قدیمی بود، دود و بخار و اینا میومد بیرون. و ولی یه نکته جالبی تو گفته‌های شما بود و من فکر کردم که چرا ما ایرانی‌ها همش عیب دیگران رو می‌بینیم ولی ما عیب خودمون رو نمی‌بینیم. عمدن گفتم عیب یعنی جمله فرد و ما عیب کلمه به اصطلاح جمع. یه دوستمون اگه یه عیب کوچولو داشته باشه می‌بینیم و ضرب المثل‌ها هم هست، طرف کار رو می‌بینه، کور رو نمی‌بینه، از این چیزا، ولی معایب خودمون رو نمی‌بینیم. حالا وقتی رسیدیم براتون پخش میکنم ببینید آقای خسرو بهرامی، ولی آدم صادقیه دیگه. آدمای صادق هرچی میگن تو دلشونه، هرچی تو دلشونه تو مغزشونه. 2 پیغام گذاشته، یکیش درباره احمد علی مسعود انصاری و یکیش درباره خانم فری شوبیری و این بیزینس جینیز هوکا لاونج که اینا میخوان واگذار کنن. وایسا ویزای وایسا بغل، الان میام خدمت. امروز دیدم یه چیزی از آقای صبری حسنپور آمده. شما آقای صبری حسنپور یادتون هست؟ این صبری حسنپور هم بنده خدا زندگی سختی داشته. بعد من وقتی باش آشنا شدم از طریق همین طریق کارهای تلویزیون اینها، یه مقدار کمکش کردم که این تلویزیون رهایی رو راه انداخت. بعد خیلی هم آدم بد اخلاقی، آدم های بد اخلاق آدم های خوبی هستن. بعد گاه این گاهی وقتی قطع میشه، گفتم قربونت برم دیگه اینترنتی که شما حالا معلوم نیست از همسایت کش میری، از آپارتمانت رو اجارت هست، بالای سر مکدونالد هستی، اینترنتت قوی نیست برای این کار. گفت نه آقا من یه چیزی میخوام که ضمانت کنه. گفتم آقا ضمانت تو دنیا وجود نداره، هیچ کدومشون به شما نمیتونن بگن 100%، همشون میگن 99
یعنی 99 درصد هر وقت گفتی چرا قطع شد میگیم همون 1 درصد. خلاصه رفت و برنامه خودش رو راه انداخت و آمد و بعد با آقا این پدر سوخته ها خیلی بدن، هر روز قطع میشن و اینها. بعد افتاد توی جمعی مثل این دکتر آبار و دکتر آواره و دکتر سرگردان و اینها، و چون بنده خدا توی استدیوی کار میکرد اونجا پول در میآورد، اینجا مجانی کار میکرد، آدم های مفتخور ریختن دور برش، ریختن رو سرش و این بنده خدا رو بادش کردن. اینم باد شد باد شد باد شد، بلند شد رو ایران. آقای صبری اگر برگشتی بهت خوش آمد میگم، دیدم اکثری قشنگی تو اصفهان و این بار بر انداختی، و اگر فکر میکنی من چیزی رو دارم غلط میگم یا نظرم اشتباهه تماس بگیر، مثل همیشه مهمون ما باشو بگو. باد شد و رفت ایران و ایران هم گذاشتن خوب که گشت، وقتی خواست بیاد من اینجوری شنیدم گرفتنش، گویا رفت زندان و هیچ خبری ازش نبود، تا جدیدن دیدم عکسهایی رو گذاشته روی توییتر این آقای صبری حسنپور هست، بچه خرمشهر اگه اشتباه نکنم، و من بهش میگفتم ولک. در هر صورت این آقا میبینید برگشته، اینجا هم زاینده رود و عکس زاینده رود هم پر از آب، برخلاف اون چیزایی که همین آقای صبری حسنپور و دیگران میگفتن که آقا خشک شده و فلان اینا، هی گفتیم بابا جون ما دانشجو که بودیم نجف آباد رفتیم اردو خدمت کردیم، بعدم دیدیم تابستون بچه ها توی این رودخانه خشک فوتبال بازی میکنن، زمان شاه هم بود، هنوز این به اصطلاح نکبت های آخوندی و اینها بر سرزمین ایران نازل نشده بود، زمان شاه بود، 2 سال 3 سال قبل از انقلاب بود، بچه ها اونجا فوتبال بازی میکردن، و برای من چون رودخونه خشک شیرازی دیدم چیز تعجب انگیزی نبود، این رودخونه های خشک رو میسازن فقط برای بهار، زمستون هم چون یخ بندون اینا هست مسئله نیست، فقط برای بهار وقتی که آب و برف و یخ و اینها را میفته میاد، میخوان سیل تو شهر نره، مثلا یه جایی مثل اصفهان که آب اونجا زیاده، میدونی تو اصفهان دلیل این که شوخی میکردن به اینا میگفتن نمیدونم چام مسترا ندارن فلان اینا، برای که سطح آب بالا هست، به همین خاطر این رودخونه خشک درست کردن که آب رو نیاره تو شهر، هر جا میخواد ببره. و این رودخانه خانم کی شکوه میرزادگی، این همه دروغ درباره پاسارگاد گفتید، این همه دروغ درباره سد سیوند گفتید، این همه دروغ درباره زایندرود گفتید، حالا بیاین درستش کن. در صورت من دیدم آقای صبری حسنپور برگشته یا یه نفر به نام ایشون داره پستای جدید میزنه. آقای اکبری که همشهری ما هست، هم همشهری قدیممون هست، شهر شیراز و ایران، هم همشهری قدیم جدیدترمون توی آلمان، و میگه میخوان بگن آقای ترامپ ایران را بمباران کن که شاید من بتوانم دوباره خانه و ویلای مصادره شده خودم را پس بگیرم. من به شما قول میدم این پدر سوخته ها خانه مصادره شده ای هم ندارن، پولاشونو آوردن بیرون قبل از اینکه اصلا اتفاق بیفته. اگرم یکیش مثل آقای دکتر منوچهر گنجی یه خونه ای چیزی داشته از دست داده، بعد اومده اینجا اون لاسود شکایت هایی که شد دست جمعی، پولای ایران رو که فریز شده بود گرفتند و بردند و خوردند و برای دختراشون خانم روکسونو گنجی من بابام خودکار فرستاده فیلم برداری کنم تو ایران، خلاصه برای اینا خونه خریدن و اینها بمانه، اونو میذاریم یه روز دیگه، ولی بذاریم ببینیم که چه باید کرد. و بله قبل از برنامه من برنامه کانون آوا بود، برنامه کانون آوا از روزهای جمعه ساعت 12 ظهر آمده به روز دوشنبه ساعت 12 ظهر، و امروز با آقای ادوارد ترمادو بودیم، بعدش با آقای علی جهانی و بعد از اونم با آقای فیروزمند، و این هفته برنامه این دوستان حدود 3 ساعت و نیم این فیلم ها رو من براتون پخش میکنم هر روز تا دوشنبه آینده. برنامه بسیار خوبی بود، آقای ادوارد ترمادو یه فیلم طولانی به اصطلاح مستند ازش ساختن که الان در نمایشگاه ها نمایش داده میشه، ولی به زودی میاد در احتمالا سینما ها و
روی اینترنت و اینها که من از ایشون خواهش کردم تا آزاد شد به ما هم به اصطلاح بگید تا پخش کنید. بله میگه جناب سربی همش صدای این مردم رو در میارین ها، پهلوی در قلب مردم هستند، کسی نمیتواند این رو تخریب کنه، خودتون رو خسته نکنید. خب خدا پدرتو بیامرزه. این پهلوی چند سال در قلب و در دل مردمه. براتون گفتم ایرانی ها اینجا عادت دارن وقتی آگهی میسازن میگه که مثلا فروشگاه خاربار ABC ایرانی در قلب وینا. من شوخی میکنم بهشون میگم، میگم خب آقا اگه شما نورت و به اصطلاح شما شمال و جنوب میرید و اینها، اون بنده خدایی که در الکساندریای زیبا مغازه داره یا رستوران داره، شما بهش میگی کجا؟ در مقعدشه، در مقعد مثلا فیرفکسه. این کار رو نکنید، این کار زشتی. اگر آقای افشین عزیز که حالا خودت رفتی ایران، قرار شد بیای با ما صحبت کنی ببینی این همون چیزی بود که از دور میدیدی یا واقعا دروغ میگفتن. عزیز من اگر پهلوی ها در قلب مردم بودن، نه یک بار، دو بار، سه بار، چند بار آزمایش پس میدادن، میومدن خودشونو مینداختن جلو ماشین آقای رضاخان قلدر، میومدن خودشونو مینداختن جلو چرخ هواپیما که نره. نکن عزیز من، شما خودتو خسته نکن. بعد ماهایی که به سن 60 میرسیم و موها اینجوری به قول اینها خاکستری میشه، گری به قول ایرانی ها سفید میشه، ما بلدیم دیگه یک کاری رو که انجام بدیم چجوری خودمون رو خسته نکنیم. حالا شما یه روزی اگه فرصت کردیم میای با هم صحبت میکنیم. بله میگه دو دوست قدشناسن، حق صحبت رو بگه ببرن و باز بپیوندن. بله بسیار ممنون از آقای، بذارید من اینجا بنویسم این اسمش کیه، حمزه پور و اینو. بله از آقای جلیل بهار دعوت میکنم قبل از این که بیان اینجا و خودشون رو، آبروی خانوادهشون رو با این افرادی که یه مش آدم تندرو و جنگ طلبی هستن ببرن، زنگ بزنن، پیام بذارن، تماس بگیرن، منم با ایشون صحبت کنم که ما اتمام و حجت کرده باشیم، بگیم ما گفتیم، آمریکایی‌ها میگن I told you so، من به شما گفتم که اینجوری میشه ولی شما گوش ندادی. البته آقای بهار یه حسنی که داره، خیلی مسافرت رو دوست داره. وقتی هم با تلویزیون رنگارنگ بود و من این افتخار رو داشتم که با به اصطلاح ایشون برنامه داشتیم و کار میکردیم و اینها، هر جا مسافرتی بود دعوتی میکردن این بنده خدا میرفت. حتی ما بهش میگفتیم خب شما که میری لطف کن از طرف ما به بینندگان و اینها هم به اصطلاح سلام ما رو برسون. فرخ عزیزم اینجاست، در برنامه قبلی هم بود، ممنونم، عکسای فرستاد که من براتون گذاشتم درباره همون فیلم ادوارد و اون عکس فیسبوکش رو هم گذاشت، مرسی، ممنون. بله خب من برای این دوستون بنویسم، من همین الان درباره در قلب و در مقعد بودن صحبت کردم. I just talk about being in people's، ببخشید این چون دوستمون ایران هست ممکن نتونه ما رو بگیره، برش فرستادم دیگه نمی نویسم تا آخر برنامه. و امروز هم قرار بود ما با آقای امیر حسین اردلان باشیم، ایشون گفت اگه میشه جمعه. من بهتون گفتم یکی از دلایلی که جمعه ها برنامه کانون آوا رو منتقل کردیم به دوشنبه، چون من میرم یه جایی توی واشنگتن و اینها، ممکنه وقتی میام دیر میرسم. این واشنگتن واقعا اون ضرب المثل ابر و باد و مه و طوفان و فلک در کارن، وقتی شما میری رفتن با خودت، برگشتنت با خدا اگه خدایی باشه، اگه نه برگشتنت با دیوانه‌ای که دفعه یک هفتیر قلابی میاره، هفتیر اصلی میاره، میبندن، میگیرن، خیابونا رو چیز میکنن و الی آخر. برید بزنید اون روزی که ریگان فوت شده بود، آوردن خواباندن بنده خدا جنازه رو توی اینجا بهش میگن یه گنبد، یه مال چیز الان اسمش یادم که چیز ایرانی هم هست، ساختمان ایرانی هم به این نام هست، توی گنبد
کپتال یا مجلس گذاشتن و مردم هم میان از دور این جنازه، فقط ما نیستیم که دور مرده ها و امامزاده ها دور میزنیم، اینا میان دور به امامزاده شون مرده شون دور میزنن و میرن. و اون روز یک آقای فرمانداری اشتباهی سر هواپیما خواستم سر خر هواپیما رو فرستاده بود اینور و آمده بود توی محلی که نباید پرواز میکردن، بگیر و ببند و ملت دویدن رفت و دوربین ها شکسته شد و کفش های خانم ها پاشنه شکسته شد و اینها. بعدم اون گفت ببخشید من اشتباه کردم. و این از این میگه آقای سربی از دوست مبارزتون آقای علی ترابی چه خبر؟ میگه آقا دور از شطور بخواب، خواب آسوده نبید. این علی ترابی از لحاظ قد و هیکل و اینها مثل شطوره، ولی شطور یه عقلی داره، این علی عقلم نداره. من خبری ندارم و خیلی هم خوشحالم از بیخبری. و در هر صورت شما اگه میخوای میتونی روی صفحش بری دیوان بازیاشو ببینی. اون روز اتفاقا دیدم این کامران قادری احمق از ایران آزاد شد، اومده حالا یه جای دیگه داره میره، میخواد بره سفارت اسرائیل و آقا سفارت اسرائیل تو نقط و سوراخش سر زدن و گشتن و نگاه کردن و از ایران بهش بدتر رفتار کردن. بهش گفتم میخواستم بهش میگم آقا کر خطو که داریم غیر مستقیم تبلیغ میکنی برای آخوندا، این کارا رو کردی رفتی ایران هیچ کاری نکردن، 10 تا انگشت داشتی الان هم 10 تا انگشت داری، 2 تا دست داری، 2 تا دست داری، هیچ چیزی غلط نکردن، شاید هم یه چیزی غلط کردن که نمیتونیشون بدی. در هر صورت فرستادنت بیرون، حالا شدی بلنگوی تبلیغاتشون، مثل این امید دانا هست الان شد بلنگوی تبلیغاتی سپاه و قاسمی و اینها بمانن. و من آقای یوسفی عزیز، من با علی هیچ وقت دوست نبودم، علی توی هنرستان ما بود، همین خلبازیاش و اینا معروف بود، بعد با داداش من هم سربازی شده بود اونجا، هم همین حالا دیگه کارهایی که توی شهربانی تهران انجام داده بود نمیگم، خودش بهتر میدونه. بعد یه دفعه من دیدم یه نفر نوشته که این سربی باید سرب داغ ریخت توی دهانش، و این از همون اول هم کلش پوک بود و طرفدار همین رضا تنبل بود. من نگاه کردم دیدم نوشته علی ترابی، بهش گفتم تو همون علی ترابی خودمون هستی هنرستان؟ بعد احمد تو با داداش من سربی هم دوره بودی، چجوری حالا منو نمیشناسی اینها؟ خلاصه از اون موقع هی آمد و ما فکر کردیم که یه چیزی حالی شده، بعد دیدیم نه آقا خر عیسی چو به کعبه بری همون خر برمیگرده. در اصل گفتیم آقا برو دنبال کار زندگیت، حالا اومده اینجا نون مفت میخوره، حقوق از سوشال میگیره، دم کونه مسیحی ها هم چسبیده از اونا میگیره میخوره، خانوادش هم اون روز دیدم جیغ و فوش از خونه انداختنش بیرون، رفته بود تو والمارت بس که برنامه پخش میکرد. در هر صورت آقای یوسفی این علی ترابی ما آقا پیشکش به شما، ببر هر کاری میخواید ازش چی بگم خدایا. خب رضا پلویی ولیعهد دیروز مطرب امروز، چقدر خوشحال شدم، همین دوستمون عکس این آقا رضا رو گذاشته بود و با آب و تاب نوشته بود که آقا شما که انقدر مشغولی از صبح تا شب مبارزه میکنی دیگه کی وقت داری به موزیک برسی؟ اونم با ناز نوشته بود که من ازم میپرسن که شما موزیکم میزنی؟ و بله من جاز میزنم، اولین جاز رو هم رفتم خیابون نادری خریدم. و بله همینجوری که میبینید این آقای رضا تنبل، رضا پلوی خودمون، حالا مطرب شده. خوشحالم آقای بهار هم اینجاست. آقای بهار منم به شما سلام میکنم، قبل از اینکه شما اینجا باشید من چند دقیقه صحبت کردم، امیدوارم اون صحبت ها رو بشنوید، اگه دوست داشتید در برنامه چهارشنبه مهمون من باشید. آقای بهار دوستان سابقه طولانی داره، حالا از فامیل ملک و شعرهای بهار بودن بگذاریم، خود ایشون هم برای خودش بهاری هست، متاسفانه الان داره به خزان و پاییز و زمستان تبدیل میشه. امیدوارم همون جوری که گفته دوستان ممانعت کردن، منم حالا دارم بهشون میگم ببینن که این حمزه پور یه دیوانه واقعا افسار گسیخته. و حقا هم که شما خودت میدونی یه کسی که اینجا جاکشی میکرده، اون خونهی که داشتن با اون اردشیر زاهدی، حالا شما ببین اردشیر زاهدی که جاکش همه بوده دیگه، این حقا جاکش اون بوده. خلاصه آقای جلیل بهار
حیف نام نیکت، نکن همچین کاری رو. و میخوان اینا بیان چی بگن؟ از خودتون سوال کنید چه چیزی رو میخوان برید به مجلس بگید. مجلسی که آقای نتنیاهو میاد توش صحبت میکنه، که دیروز میگفت اگه این نتنیاهو راست میگه بیاد توی یکی از دانشگاه ها صحبت کنه ببینی که اون دانشجوها تیک تیکش میکنن یا نه. یه مشتی آدم مفتخور پدر سوخته سیاست مدار بی پدر مادری 500-600 نفر اونجا ریختن. شما میخوای بیای چی بگی آقای جلیل بها؟ عزیز من عرض خود میبری یا زحمت ما که نمیداری، ولی آبروی خودتون نبرید. این نصیحت من به عنوان دوست کوچکتر شما بود. ولی حالا بذارید عکس این آقای رضا پولوی رو با این درام، اینجا میگن تو ایران میگفتیم جاز، من نوشتم که خب چه خوب شد بالاخره ایشون از سوراخ اومد بیرون. مثل اینایی هست که گی هستن، هم جنس بازن، زنن میگن مردیم، مردن میگن مرد زنیم. چه خوب شد که ایشون هم آمد بیرون و گفت آقا من مطرب هستم. این دوست ما افشین میگه آقا مطرب چیز بدیه. گفتم آقا کی گفته چیز بدیه؟ هم این آقا پدرش میخواست هنرپیشه بشه، که کاش رفته بود هنرپیشه شده بود، چون هنرپیشه خوبی بود. آدم بی سوادی که 37 سال ادای نابغه ها رو در بیاره، که از پشکل تا بمب اتم رو ایشون میشکافت و بعدم باقی مانده هاشو میخورد و نوش جان میکرد، این هنرپیشه خوبی میشد. کسی که دیپلم نداره، دکتر اقبال وزیر نفته، این میره تو اوپک حرف میزنه. حالا این آقای رضا پولوی هم آقا برو دنبال همین مطربی، شما کاری به افشین هم نداشت باش. مطرب بودن کلمه خوبیه، آخوندا و اینها بدش کردن. مطرب یعنی طرب، شادی میاره به جمع مردم. این کجاش بده عزیز من؟ شاه خوبه، سلطان خوبه، چوب تو کونه مردم میکنه؟ نکن دیگه آقای افشین خان. حالا رفتی ایران، شما هم یک کمی مثل آخوندا زورگو شدی. خب اینم از این. برگردیم ببینیم کجا بودیم، چه میگوییم برای شما. پیام آقای خسرو بهرامی رو پخش کنیم. آقای بهرامی وقتا هم گفتن چی؟ آماده باش که الان میان سراغت. روی میز تشریح امروز شما رو دراز میکنیم و تودی بریم سراغ بله. آها، این دوستمون نوشته من به نفهم بودن اعتراف میکنم، شما قانعم کنید. در عربستان خیلی ها عقیده دارن ادرار شتو، شاش شتو دوا و شفا بخش و بیماری معالجه میکنن. در مغازه ها به فروش میرسن. تا حال تعدادی بازداشت شدن زیرا شاش خود را به جای شاش شتر میفروختن. این صاحب خانه جهت دسترسی به شاش شتر اصلی تقلب نشده $10,000 پرداخت کرده تا یک چوپان و شتر روی بام خانهش هر روز شاش شتر تازه هنگام افطاری و سیخوری بر روی سفرهش بگذارن. با همین ویدیو رو نگاه میکنیم و حالا من نمیدونم چرا شتر رو روی پشت بام میبرن و $10,000 نمیدونم. و فکر نمی کنم کسی که خونش تو این منطقه باشه، شما این ویدیو رو نگاه کنی، این منطقه‌ای که پر زباله است، بتونه $10,000 بده که هر روز یه شتری رو بیارن اون بالا که ایشون قبل از افطار به اصطلاح ادرار شتر نوش جان کنه. ولی یه چیزی براتون بعد میگم، با دقت گوش کنید اینو ببینید. چه بیرقی از سطح هذا مو صاحي متعاطي ولا مجنون؟ صداشو ببندم. والله مجنون دیوانه نمیدونم. ولی اینه دیگه، این فیلم رو هم مثل همیشه دوربین یا تلفنشون رو عمودی گرفتن. ای کاش افقی میگرفتن که این جاهای سیاه هم اینجاها هم میبینید اینجاها هم نشون داده میشد. ولی حالا این یکی چون جرثقیل طولانی هست و پشت بوم هست و اینا، بدم نیست که تلفن را از این وری گرفته باشه. دوستان سعی کنید تا اونجایی که میتونید، چون چشم ما دوتاش در یک خط افقی هست، هورایزن، دوربین رو به صورت یا تلویزیون چیز رو به صورت افقی نگه دارید، فیلمای بهتری میگیرین. بعدم که نگاه میکنید یادتون میاد که سوربی بهتون گفته اگه دوست داشتید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. از حمایت خبری نیست، حتی دوستانی که
به طور دائم حمایت میکردن، هرچی ما میگیم بابا این حمایتاتون رو ماهیانه سر وقت بفرستید، ولی نمیدونم گفتن ما و عمل نکردن اینا، خلاصه چیزی نیست. یه شطوری رو بلند کردن با جرثقیل بردن پشت بام، ولی اینا رو میگم و میبینید آشغالای تو خیابون. حالا یه دوستی ما اینجا داشتیم، آقای بهمن احمدیان، ایشون طرفدار مصدق بود و اینجا برنامه‌ای داشت، با آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور هم برنامه‌ای داشت و یکی از آدمای موفق ایرانی در تگزاس هست ایشون و توی کار داروسازی و دارو فروختن هست، دارو فروشی. همه ما هم فکر میکردیم ایشون دکتره. یه بار ایشون به من گفت آقای سوربی من دکتر نیستم، درسته که تو کار داروخانه و اینا هستم، ولی در کار خرید و فروش و اینها هستم، درسته که راجب دارو و دوا و اینا میدونم، ولی من مدرسه پزشکی نرفتم. گفتیم آقا کی میشماره این همه به هم دیگه به دروغ میگن مهندس و دکتر، حالا ما اینجا اشتباهی نوشتیم دکتر. گفت نه آقا همین الان خطش بزن. آفرین با آقای بهمن احمدیان. یه روزی آقای بهمن احمدیان گفت من دارم میرم هندوستان. گفتیم آقا میخوای بری هندوستان؟ گفت یک زن هر بر پزن پزن در رگم نمیگو، یه زنی گرفته میخواد بره هندستان نمیدونم، بعد میگو یه زن کردی بسون، با بگی یه زن هندی بسون. گفتیم چیه خدای نکرده میخوای بری یه زن هندی بسونی؟ گفت نه آقا من همین یه زنی که دارم از سرم هم زیاده و عاشق همسرش هست و اینها. گفتیم اوکی چی کار میخوای بکنی؟ گفت که من به شما میگم توی هندوستان هم گاو مقدسه هم ادرارش برای مرضهای خوبه و تحقیقم کردن مخصوصا مرضهای پوستی. اینی که میبینی شطور گاو داره جیش میکنه ادرار میکنه، آقای دستشو میگیره زیرش میزنه به سگ صورت خودش، اینا دسترسی به دارو ندارن. تازه خداییش خودتون این داروها رو یه روزی با دقت بخونی و نمیخواد با دقت بخونی، یه روزی یه قرصشو واز کنی بذارید رو زبونتون، آب نخورید تا این حل بشه. ببینید چه واقعا وقتا میگفتن چه کوفتیه چه زهرماریه. حالا میبینی مثلا یه جایی این ادرار گاو رو با فرمول شیمیایی درست کرده، با کرم به شما میفروشه، به شما میگه اگه صورتت جوش میزنه، اگه نمیدونم دستت سوختگی داره اینه. ولی این که ما مسخره کنیم دیگران رو، ای این یکی سوسمار خوره، اون یکی نمیدونم چی میخوره، بگید دیگه میگوهای بزرگی که مثل خرچنگ و فلان، اینها هر جایی بنا به طبیعت و بنا به محل جغرافیاییش خوراکاشون داروهاشون اینا فرق میکنه. و سلام تموم شد رفت. حالا این ماجرای شطور ممنونم که این دوستمون فرستاد، ولی میرسیم به یه جایی راجب به اصطلاح گاو و ادرار گاوم بهتون میگم. من بارها گفتم این نوشتهایی که الان چندین سال هست از موقعی که فتوشاپ اومده و از موقعی که اینترنت اومده، هر ننه قمری به غیر از سوربی، چون سوربی با فتوشاپ کار نکرده حوصله هم نداره، اینا رو پخش میکنن و میذارن. یه روز مینویسن آقای دکتر جلیل بهار نمیدونم رفت سفارت پول گرفت. حالا جلیل بهار بنده خدا زنگ زده به همه گفته آقا من میخوام برم مواظب باشید منو نگیرن، رفت و اونجا هم گفت و خندید و چایی بهش دادن اومد و گفت خدایش بابا اینجوری هم که میگن نیست. یه روز دیگه میگن آقا نمیدونم آقای داور ویسه 400 هزار دلار از خاتمی گرفته. همینو میشونی شما درست کنی بگی آقای حقا 2,000,000 دلار از صهیونیستا گرفته، حمزه پور 500 هزار دلار از اون گرفته. ما وقتی برنامه قبلی رو اجرا کردیم یه دوستی اینو برای من فرستاد و این به اصطلاح میگه که از نخست وزیریه. میدونید که سازمان اطلاعات امنیت کشور قسمتی از نخست وزیری بوده و تاریخی هم که اینجا گذاشته 18/1/51 یعنی 18 فروردین درباره مسعود رجوی فرزند حسین. اینو من قبلا هم دیده بودم. این حکایت از این میکنه که آقای رجوی که توی زندان کشته نشده اعدام نشده، دلیلش اینه که رفته همرزمان خودش رو فروخته. امروز اتفاقا دیدم
فرنس 24 یک مقاله نوشته بود که دوباره سرکله مجاهدین در ویلپن پیدا شده و توضیح میداد که خانم مریم رجوی 20 ساله که یکی از سران حزب شده رئیس جمهور اینا مرچه چیه کله پاچهش چیه 2000 تا سالمند مریض بیچاره که واقعا نه راه پیش دارن نه راه پس، نه در قربت دلشون شاده نه روی در وطن دارن، رئیس جمهور انتخاب کرده. خانم رئیس جمهور مادام العم گفت 20 سال بعد نوشته بود که و رجوی یکی از بنیانگذاران. من تماس گرفتم با دوستی که مجاهد بوده سالهای سال، گفتم آقا تا اونجایی که من میدونم حنیف نژاد و دوتای دیگه بودن بنیانگذار، آقای رجوی نبوده. گفت بله متاسفانه این اخبار غلط پخش میشه. این نوشتم که دوستمون جمشید فرستاده بود. دوست عزیز من نمیدونم واقعا میشه به این سندها به اصطلاح استناد کرد یا نه. آقای جلیل بهار امروز صبح یه چیز دیگه فرستاده بودن، بیانیه شماره 18 دفتر نهضت قیام ملی مردم ایران. آقای دکتر جلیل بهار عزیز از خودت سوال کن این دفتر نهضت قیام ملی مردم ایران کی درست شده؟ بورد آف دیرکتورش کیا هستن؟ اعضایش چند نفر هستن؟ بعد ببینید شما رو چجوری کشوندن داخل خودشون که شما با آدرس خودت با ایمیل خودت برمیداری اینو برای دیگران میفرستی. نوشته با درود به دوستان، لطفاً در این گرد همه با آقای دکتر جلیل بهار تماس بگیرید. شما خودت این جمله رو بخون. و جالب اینه که این رو آقای دکتر میر مظفری برای من فرستاده. آقای میر مظفری دوست عزیز، فامیل گرامی، هنرمند، طرفدار آقای مصدق، خجالت نمیکشی اسم خودت رو زیر این نامه ای گذاشتی که یه فردی مثل حخا، یه فردی مثل حمزه پور میخوان بیان جلو وایت هاوس به یه دیوانه شارلاتانی مثل ترامپ بگن آقا برو حمله کن به ایران. آقای میر مظفری، آقای بها، شما نمیدونی که این ترامپ و ریگان و بوش و اوباما و کلینتون با آخوندا بوده و هستند و خواهند بود؟ اگه شما اینو که به این سادگیه نمیدونید، شماها نباید فعالیت سیاسی بکنید، شماها خطرناکید حتی برای خودتون. بعد آقای میر مظفری، شما که هم میر هستی هم مظفر هستی، عزیز من این چه نوع جمله‌ایه؟ با درود به دوستان، لطفاً در این گرده همه با آقای دکتر جلیل بهار تماس بگیرد. با مهر میر. دوستان فکر میکنید من دارم چی میگن؟ اگزاجوره میشم و قلو. بذارید بهتون نشون بدم که فکر نکنید این سوربی خدای نکرده دروغ میگه. بفرما. این نوشته آقای دکتر میر مظفری اینها، نگاه کنید من براتون اینو میخونم. با درود به دوستان، لطفاً در این گرد همه با آقای دکتر جلیل بهار تماس بگیرد. بعد میایم پایین تر، آدرس آقای جی بهار جلیل بهار 2@outlook، اینجا هم تو میر مظفری. حالا این بیانیه هم براتون میخونم، بیانیه شماره 18. یادتون اون وقتا تو زمان جنگ بیانیه‌های جنگ عراق رو میخوند، این ورم بیانیه‌های ایران رو میخوند، ما هم میدونستیم دوتاشون دارن دروغ میگن، دوتاشون توی منطقه میگفتن ما پیروز شدیم، دوتاشون توی منطقه میگفتن ما گرفتیم. خب بیانیه شماره 18 دفتر نهضت قیام ملی مردم ایران در خصوص شعارهای تهیه شده برای ارائه در تظاهرات برنامه ریزی شده از ساعت 10 صبح روز 25 ماه می در برابر کنگره ایالات متحده در واشنگتن. ای وای بر من و تو اگر بریم جلو این امامزاده کنگره که توش یه آدم زنده نیست، یه آدم، یه جنازه نیست. آقای جلیل بهار، من براتون یه ویدیوی میفرستم از آقای جورج کارلین، خدا بیامرزه، سالها پیش فوت شد. اگر مونده بود که این ترامپ میمد اصلا دغمرگ میشد. من و شما پوست کلوفتی داریم که با این کسی که توی ترامپ
توی وایت هاوس سکته نمیکنیم بمیریم. این دیگه افولی که میگن. امیدوارم شما جز اونایی نباشید که به ترامپ دیوانه میگی عالی جناب، چون من از روز اول بهش گفتم شالاتان، به زودی هم شالاتان بودنش دستگیرتون میشه. ترامپی که رفت و آمد گفت قطر مسئول تروریسته چون بهش وام ندادن، قطر ترسو هم حالا که بهش وام داد حالا قطر شده لابی دابی، حالا گندش بالا اومده که اصلا همه این عربا و اینها حتی از روزی که اون جون ماه جون 2016 پنج ماه قبل از انتخابات همه اینا پول میدادن، اون روسی هم که دیگه قشنگ نشست کنار و خندید به ریش همه ما آمریکایی‌ها که دلمون خوش رأی میدیم، قشنگ ترامپ دیوانه رو برامون گذاشت توی وایت هاوس و ترامپ دیوانه کاراش یکی پس از دیگری دارید میبینید. کسی که الان دستش به خون فلسطینی‌ها آغشته شده و باشید که اینا محاکمه بشن. اون آقای هنری کیسینجر نمیدونم کریمینال یعنی جنایتکار جنگی، خب اینا بعضی وقتا از دست عدالت در میرن و عمر طبیعیشون کفاف نمیده و به اصطلاح میمیرن، ولی بعضی هاشون هم اسیر میشن گرفتار کاری که خودشون قبلا کردن. در اصل شما کار بدی انجام ندادی آقای بها، خودتو اسیر اینها که هم سابقه شون بده هم خودشون بده آقای به اصطلاح نکنید این کارو. من مخصوصا وقتی این فیلم ها بیاد بیرون شروع میکنم به میدونید صحبت کردن، و صحبت کردن های حقیقی من یعنی حقیقتا مسخره کردن یه مش آدم پیر و پاتال و مریض، یه مش آدم روانی که وقتی مملکت در دستشون بود نتونستن غلطی کنن، حالا 70-80-90 سالشون شده هم اینجا حقوق میگیرن هم ایران حقوق میگیرن، بعد بیان بچه ها رو بخوان تشویق کنن که برید شما خون بدید کشته بشید تا ما بیایم اونجا دوباره همون کثافتکاری ها رو داشته باشیم. و اما خانم لیلا نوشته که هیچ کس نمیتونه مانند این بریتانیا، این کلمه بریتانیا یونایتد کینگدم و انگلند و اینا، یه نفر بشینه نگاه کنه ببینه این از کی تاریخ اینو گفت اون عوض شد اینجوری، و شما نمیدونم بدونین یا نه تا 100 سال 200 سال پیش توی انگلستان پادشاهاش آلمانی صحبت میکردن و فرانسوی صحبت میکردن. برین این خانواده وینزر و فلانینا رو یه مقداری بخونین میدونین. بعد این ماجرای سیرک و دلغک بازی که یه آقایی میخواد ازدواج کنه 450 میلیون دلار خرج گذاشتن رو دست مردم انگلستان، مردم انگلستانی که از خرج دربار بیزارن و میگن که آقا ما اونی که میره آتش نشانه و آتش خاموش میکنه 30,000 پوند میگیره در سال، اینها میلیون ها دلار خرج نمیدونم این کلاهای مسخره و این رفت و آمدهای مسخره شه. حالا وقتا میگفتم آید بگیرین و ببندین که فلانی خیار کاشته، چون مثل که زمینایی که خیار کاشته بودن اونایی که دشمنش بودن میومدن اونجا با اسب رد میشدن، گویا خیار وقتی زمین بلرزه و اینها خیار خوب به بار نمیاره، اینا ما نمیدونستیم بعدن فهمیدیم. در اصلت بماند بریم سراغ آقای بله برای این دوستمون نوشته. آها نوشته که چرا اینا تونستن این سلطنت رو ادامه بدن ولی تو ایران شاه نتونست این کار رو کنه. گفتم یه نگاه کن به انگلستان، انگلستان هر جا تو فشار قرار گرفت اومد خودش رو عوض کرد، دید آقا هند میخواد مستقل بشه گو آقا برین مستقل بشی، نمیدونم فلان کشور میخواد جدا بشه گو برین جدا بشی، هی وای نساد مثل ملا نصرالدین بگه حرف مرد یکیه تا خودش هم بره غرق بشه، عوض میشن. جواب شما آقای بهار، آقای بهار به من گفته بود که امیدوارم شما همون سوربی قدیم باشه. دوست عزیز اگه من سوربی قدیم باشم، یکی از کسایی که من رو مسخره میکنه خود شما هست، میگین این سوربی میبینی 20 سال پیشم هم همینقدر نادان بود. آدم ها عوض میشن، شما جواب من رو ندادید آقای جلیل بها، شما همون آدم 20 سال پیش هستید، اگه باشید اشتباه کردید، وقت میشید مثل بیوانی احمق معتاد، میشید مثل دکتر محیط، شماها باید عوض بشین، ماها باید عوض بشین، آدم باید عوض بشه، آدم امروز آدم دیروز نیست. آمریکایی میگه دیگه every day is learning day، هر روز روز یاد گرفتنه. اگر شما به من بگی که من باید مثل 20 سال پیش با شما بودم باشم، نشون میده که یه مقدار شما از پیشرفت من وحشت داری و میخوای من همون احمقی که بودم باشم. در صورت خوشحالم که با ما هستید آقای بهار.
نکنید آقا، اسم نیک خودتون و خانواده بهار رو با این دوتا شالاتان آقای حقا و حمزه‌پور دیوانه قاطی نکن. و اما گوگل وایس ببینیم برای اون چی فرستاده. حرفهای تکاندهنده یک استاد دانشگاه درباره جلال آل‌عالمرد و عقب ماندگی فرهنگ در ایران. آقا الان مشکل انقدر داریم که کسی به فکر جلال آل احمد و اینها نیست. و از اون ورم این دوستمون آقای سیروس دولتشاهی یه ویدیویی رو فرستاده که میگه هنری کیسینجر مخفیانه رفته توی یه دانشگاهی و حالا به اصطلاح ویدیوش آمده بیرون. همین که گفتم هنری کیسینجر به اصطلاح جنایتکار جنگی و ممکنه اینها به زودی یک کسی اگه واقعا ارزه‌ای داشته باشه، راه و چار و بلد باشه، بره دنبالش و اینا رو بگیره. متاسفانه این چند مدتی که من صدام خراب شده به خاطر این آلرژی و سرماخوردگی و اینها، چند نفر گفتن آقا شما مثل هنری کیسینجر هستی. گفتم اگر صدامم اتفاقی اینجوری شده، امیدوارم خودم مثل اون جانی و جنایتکار نباشم. هنری کیسینجر رو با هم ببینیم و این رو به اصطلاح راشا تودی نشون داده. یک لحظه اجازه بدین من تبلیغ اینام خیلی مسخره، بازش میکنی اونجاست میزنی روش، نشون بده میپره میره یه جای دیگه. بفرمایید این حالا صفحه اصلی، اینم این، اینا رو داره تبلیغ میکنه. سکیپ. بله برین واش. Even when high-profile politicians or world leaders visit prestigious universities, they're publicly celebrated, revered, and promoted to faculty, students, and the community. After all, it gives colleges mad cred and loot to host such influential establishment figures. But apparently not Yale. See, this uber-elite university is bringing Henry Kissinger in for a lecture soon, but shh, don't tell anyone about it. The faculty has been ordered to respect the confidentiality of Kissinger's speech and be tight-lipped about his talk on campus. According to Salon, the associate director of Yale's Jackson Institute for Global Affairs, Larissa Tatara, sent out an email to the organization's listserv stating, Dr. Kissinger's visit to campus will not be publicized. So we appreciate your confidentiality with respect to this exciting... شما به من بگید چرا یه نفر که میاد توی دانشگاهی باید مخفیانه باشه؟ دیگه از احمدی نژاد بدتر که نداریم، اومد اینجا کولومبیا رفت و صحبت کردن اینها، ولی این جنایتکار جنگیه که هر به اصطلاح ادمنستریشنی که اینجا بوده، این حتی همین الان هم به ترامپ نظر میده، مشاوره میده و بعضی وقتا اینا دولت‌های پشت صحنه هستن، حالا یا دیپ استیت یا شادو گاورنمنت. در هر صورت ببینیم که آقای تبریزی برای 26م چه کار کرده. امیدوارم دوستان 25م نرید، آبروی خودتون رو نبری، آبروی ایرانیان رو نبرین و در عوض 26م روز شنبه، درست میگم؟ بله 26م روز شنبه بیاین برین این برنامه‌ای رو که آقای مهدی تبریزی سالهاست در این منطقه میذاره و این 39مین ایرانیان گلوبال گیلا یا گیلا هم بعضی ها میگن، گلا هم میگن، کدومش درسته؟ استاد دانشگاه پسر ازش پرسید استاد به نظر شما گمان درسته یا گمان؟ گفت به گمانم هم گمان درسته هم گمان درسته. در هر صورت اینم ماجرای این گلوبال و گیلا و اینها. سده می 26 از ساعت 6 بعد از ظهر تا 11 شب هالیدی این اکسپرس توی اسپرینگفیلد ویرجینیا. اسپرینگفیلد هم حسنش یه نزدیک 395 495 95، هر جایی که بگی هست. ادمیشن یعنی بهای بلیت یا ورودیه 26 دلار. For members included dinner and dance. این for members رو ایشون به نظر من کم لطفی کرده گذاشته، چون برای همه است دیگه. برای members مثلا اگه باشه 26 دلار، شما باید برسی برای non members 30 دلار، ولی نه عزیزان، برای همه 26 دلاره. بله
آقای سبا تبار ممنونم بیننده برنامه ما شده، میگه بعد از مصاحبه با فالاچی گفت بزرگترین اشتباه من این بود که با این دختره مصاحبه کردم. هنری کیسینجر در مصاحبه با تاریخ، بله شاه هم همین اشتباه رو کرد، با خانم اوریانا فالاچی مصاحبه کرد و خانم اوریانا فالاچی که یکی از فکر کنم ایتالیایی هم از دیگر هم فامیلش، یکی از به اصطلاح کسایی بود که از لحاظ خبرنگاری هر سوالی رو دوست داشت میپرسید، نمیذاشت اونا محدودش کنن و اینها، اون ماجرایی رو که شاه اقرار کرد که این فکر میکنه با خدا صحبت میکنه و خدا بهش فرمون میده و اینها، اون اونجا ازش کشید بیرون و بعد شاه هم قشنگ توضیح داد که من 7 سالم بوده تب میکردم، هیچ دکتری نمیتونست من معاینه کنه و اینها معالجه کنه و حضرت علی اومده تو خوابش معالجش کرده، نمیدونم اینقدر سالم بود از اسب افتادم ابوالفضل منو گرفته، این خبر نداشت ابوالفضل دست نداره، اینقدر بود تو خیابون راه میرفتم حضرت مهدی اومد تو خیابون، یعنی خلاصه دیوانگی رو به حد اعلا رسوند. بعدم که اون کتاب ماموریتی برای وطنم، ما گفتیم خب لابد شاه آمریکا انگلستان اینا بهش ماموریت دادن، بعد که خوندیم دیدیم نه بابا این خدا خل، این خل بوده فکر میکرده خدا بهش ماموریت داده. بله درصد ممنون متشکرم. ببینیم که دیگه براتون چی گذاشتم. آقای خسرو بهرامی گوش کنید دوستان، این پیام رو پخش میکنم. آقای بهرامی تو رو خدا از امروز یک کمی، اولا راجب برنامه من در خب اینم جز برنامه منه، میخواستم بگم راجع به برنامه من صحبت کن، دوستان دیگر کاری نداشت باش، بعد میبینم اینم جز برنامه من بوده و من میدونم چرا شماها یک کمی ناراحت میشید، چون سپویل یعنی چی؟ یعنی عادت کردین ما 2 ساعت بیایم اینجا حرف بزنیم، برنامه هم تبلیغ نداشته باشه، آگهی هم نداشته باشه، شما هم حمایت نکنید. خب این که نمیشه آقا. حالا اگر ما یه تبلیغی میکنیم اینجا میام آگهی آقای مهدی تبریزی رو نشون میدیم، تا 3 روز برای اون میتونه آقا این چیه، این راجب خدا حرف میزنه، اون راجب فلان حرف میزنه، اون رو... نه دلیلش اینه که شماها زورتون میاد که چرا من 1 دقیقه برنامه سربی با مردم رو میرم آگهی پخش میکنم. حالا دلیلش هم همین آقای خسرو بهرامیه که تمام چیزایی که شما گفتید غلطه، اشتباهه. شما از کجا میدونید که اینها جواز رستوران ندارن؟ ولی خوب شد، نمیخوام حال بگم شما دشمن هستی، ولی مثالی داریم میگن عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. دیروز خانم فری شوبری گفت اتفاقا خوب شده که این آقای خسرو بهرامی اینو گفته تا من بیام صحبت کنم بگم که ما نه تنها به اصطلاح جواز رستوران داریم، یک جوازی داریم، یه اسمی هم ایشون گفت برای من که اون بالاتر از اینا هست. و آقای خسرو بهرامی شما حالا درست نزدیک باستون و رود آیلند هستی، آخه این کاری که شما میکنی درسته؟ منم فردا بیام بگم این خسرو بهرامی جواز سنگ کات کردن نداره بدونی که بدونم؟ بعد شما میگی نگو این رستورانه، بگو قهوه خونه است. اولا قهوه خونه الان شما میگن برو ایران، طرف اسم رستوران و ایناش پاک میکنه میندازه زور میندازه قهوه خانه چایخانه، مردم برگشتن از اون غرب زدگی و رستوران تو فلان برگشتن به همون اصیل خودشون که قهوه زودتر از چای اصلا تو ایران بوده و همین خاطر ما به چایخانه هم میگیم قهوه خانه. ولی آقا اسمش هست جینیز هوکا لاونج، حالا این هر معنی داره برای من مهم نیست، مهم اینه که وقتی ما میخوایم تبلیغش بکنیم که اینا میخوان واگذار کنن باید بگیم جینیز هوکا لاونج، بعد میگیم چیه؟ شما میگی قهوه خانه، شما این جوکه بود، طرف میره میره کلانتری هر حرفی میزنه، هی افسره میگه آقا این حرفا چیه؟ بگو فلان، میگه چشم قربان، بعد آخرش میگه ببخشید به زبان کلانتری فلان چی چی میشه؟ حالا شما هم ما هر حرفی میخوام بزنیم باید بیایم بپرسیم بگیم توی دایره المعارف توی فرهنگ لغات شما به این هوکا لاونج بگیم چی؟ شما قهوه خانه دوست داری؟ یه قهوه خانه این دوستان ما دارن 7 سال اینجا هستن حالا میخوان واگذار کنن. چایخانه دوست داری؟ یه چایخانه ای دارن، ولی دوست عزیز این رستورانه.
و حالا چه فرقی میکنه که رستوران فلان؟ شما که اصلا نمو، شما منو یاد اون طرف انداختی که رفت توی داروخونه گاه نفت داری، گاه داروخونه نفت نداره که، گفت من شاشیدم به این داروخونه، فردا داروخونه آمد نفت گذاشت، آمد گفت نفت داری؟ گفت بله. نشاشی یا ما اینجا نفت خریدیم گذاشتیم؟ گفت من شاشیدم به این داروخونه که نفت داره. پس فردا دوباره آمد گفت فلان چی داری؟ طرف گفت آقا تو کاری نداشته باش، شاشته بکنه برو. شما آقا اگه میخوای صحبت کنی، من بارها بهت گفتم شما دوست داری صحبت کنی، یه چیزی رو الان امروز نمیدونم گند فلان چی تو ایران در اومده، آقای صادر زیبا کلام آمده گفته من حاضرم برم اسلحه بکشم رو مردم، شما بیا راجع به این صحبت کن، چرا خودت اذیت میکنی؟ چیزی رو که نمیدونی میگی، میایی نمیدونم نقل جواز دیگری صحبت میکنی. حالا اون دوستمون ناراحت نشد، گفت اتفاقا خیلی خوب شد، دلیلی شد که من بیام صحبت کنم. ولی بشنوید دوستان، ببینید ما اینجا اینا دوستان منن، البته من ممنونم ازشون، خداییش با داشتن چنین دوستانی من احتیاج به دشمن ندارم. اینا زحمت هر دو رو میکشن، چون دشمن بودن زحمت باید بکشی، دوست شما دوست، ولی میخوای دشمن باشی باید زحمت بکشی. اینا زحمت دشمن بودن رو برای ما میکشن. بشنویم با هم صحبت های آقای خسرو بهرامی. خب یه حرفم قد شد و عجب گفتم اون اسناد هست و یه نظری هم که میخواستم بدم راجع به این تبلیغ این فروشگاه ماشین ولنتاین و رستورانی که شما میگین، اینو میتونن ایشون که ماشین 100,000 دلاری میفروشه 40,000 دلاری میفروشه یه ویدیو آقا شما از کجا میدونی ایشون ماشین 100,000 دلاری میفروشه؟ شما رفتی تو وبسایتش نگاه کنی، بعدم تازه بفروشه حقشه، ممکنه ماشین لامبورگینی بفروشه 200,000 دلار، ولی از کجا شما میدونی؟ من رفتم اونجا تو اون محلی که اینا هستن، من فکر نمی کنم ایشون تو چند سالی که اونجا هست ماشین 100,000 دلاری فروخته باشه. حالا اب نده بفهم خودتون بگیدین با صدای خودتون تبلیغتون، چون اگه برنامه های خودتون رو ببینی این تبلیغ کلاس برنامه های خودتون رو آورده پایین. دیدی بهتون گفتم دوستان من زورشون میاد که چرا من تبلیغ دیگران نشون میدم؟ بیا جلو خسرو جان، روزی که شما به من گفتی میخوام بازنشسته بشم، میخوام این کارگاه سنگبری و فروشگاهمونو واگذار کنم بفروشم، من نمیدونم اگه مکان مال خودت میشه فروختن، اگه فقط سرقفلی هست میشه واگذار کردن، من به شما گفتم چی؟ گفتم یه آگهی درست کن با صدای خودت. شما چی کار کردی؟ رفتی دیگه پیدات نشد. آخه کسی که خودش این کارو کرده نمیتونه که به آقای بیژن جعفری بگی شما این کاری رو که من نکردم انجام بده، نمیتونه به خانم شوبری بگی شما این کاری رو که من انجام نکردم انجام ندادم انجام بده. ببینید من انجام ندادم، هنوزم مغازم فروش نرفته، شایدم بشه بر اساس ادب است که آموختی از بی ادبان، شایدم بشه، شاید من اشتباه گفتم. آقای بیژن جعفری ببین، این آقای خسرو بهرامی کاری رو که من بهش گفتم انجام نداد، هنوز مغازش هیچکی نمیدونه برای واگذاریه. خانم شوبری، این آقای خسرو بهرامی کاری رو که من چند ماه پیش بهش گفتم، نوام بود درست یادم، نوام یه سری تیشرت و اینا هم آورد، الان یکیش تن منه به عنوان زیر پیرنی پوشیدم، آورد اینجا گفت میخوام مغازه رو بفروشم واگذار کنم، اینها کاری رو که ایشون انجام نداده شماها انجام بدید. ممنون و متشکرم. ولی ایشون میگه قطع شد پیام اولی. پیام اولی خیلی جالبه، بذارید پیام اولیشون این ساعت 12:06 بوده، بریم سراغ 12:02 بشنویم با هم دوستان. سلام عرض کردم آقای صوربی، بهرامی هستم از نیویورک. در یک مزاحمتون شدم، چند بار زنگ زدم تلفنتون مسیجش کار نمیکرد. عجبت این آره، اون تلفن 703 دیگه قطع شده، همین 202 هم پیام میگیره، هم اگه باشم جواب میدم، هم تکس میگیره. این مال قرن 21مه، اون مال قرن 20م بود، به درد نمیخوره. این کار خوبیه که به این شماره زنگ زدید. بفهم آقای انصاری رو میخواییم شما بیارین؟ آقای انصاری یه دروغگو به تمام معناست، شما خودتون رو بیشتر از این چیز نکنین راجع به این شخص. اون همشریتون که 150 دلار بهتون کمک کرد، درجه شیرازی هم دارن، پنسیلوانیا نیجرزی زندگی میکنن، دفعه پیش
شما اشتباه گرفتی. طرف رفت روی منبر گفت این حسن و حسین هر سه دختران یزید بودن. طرف گفت آقا حسن نیست حسنه، حسین نیست حسینه، اینا ستا نبودن دوتا بودن، اینا دختر نبودن پسر بودن. آخه عزیز من شما توی 43 ثانیه این همه اشتباه داری ردیف میکنی. آقای منوچه که از بوستون زنگ زده این همشهری من نیست، این کاری به اون دوستی که از نیوجرسی زنگ زده نیست. بعدم شما اینا رو بذار کنار، شما اومدی میگی آقای انصاری دروغه، منم میگم آقا من 17 ساله ایشون رو میشناسم تا امروز یه دروغ ازش نشنیدم. تقصیر شماست که نمیای دروغاشو بگی. بعد به من میگی شما خودتو از این، من یه نفر آمده با مدارک فیرفکس کانتی کورت، دادگاه فیرفکس کانتی ثابت کرده رضا پهلوی دروغگوه، 20 بار وقتی قسم خورده دروغ گفته، ثابت کرده رضا پهلوی پول آقای علی شهبازی، حیدر علی شهبازی پول دیگرانی رو که براش کار میکردن گرفته، ولی وقتی که شرکتشون داشته میرفته پایین اولین کاری که کرده پول خودشو برداشته، پول مادرشو داده، پول برادرش داده و این بیچاره ها رو ول کرده به یاد خدا. آخه من نمیدونم. بعد شما گیر دادی که این آقای انصاری مشاور شاه نبوده. آقا کی آقای انصاری گفته من مشاور شاه بودم؟ میگه شاه این همه مشاور داشت ولی چون بهشون اطمینان نداشت، با من که یک بچه‌ای بودم اون موقع میومد با من صحبت میکرد. آقا من اگه با شما صحبت میکنم این میشه مشورت، دلیلش این نیست که من مشاور حقوقی شما هستم و شما به من حقوق میدی. شما یه ماشینی داری مینی کوپر میخوای بفروشی، میگی سوربی من اینو تو ویرجینیا بفروشم، من میگم نه آقا اینجا بازار نداره. شما با من مشورت کردید، من امروز مشاور شما بودم. معنیش نیست من شغل دولتی دارم آخر هفته از شما حقوق میگیرم، نکن این کارو. و شما اون قسمت رو که میگی حسابدار رضا پهلوی بوده اونو درست میگی. به نظر من حسابدار خوبی هم نبوده، چون اگه حسابدار خوبی بود همون اول کار میفهمید که رضا پهلوی حسابش پاک نیست و میومد کنار. بعدم چقدر شما حساسیت داری، آقا بذار اون حرفشو بزنه. من آقای انصاری رو نمیارم، مردم پیغام میذارم، مردم تو کوچه و خیابون هم میگن آقا بیاد چیز کنه. بعدم یکی پیدا شده برنامه‌ش رو حمایت میکنه، هم پای پتیک سه تا برنامه‌ش گفت بیاد آقا سه تا برنامه صحبت کن. و جالب اینه پتیک میگه من حرفای اینو میدونم ولی میخوام دیگرانم بفهمم. آقا اینا رو ول کن، شما چیزی که دوست داری خودت پخش کن. مگه نگفتی اون آقای مثلا اونو به من گفتی همشهری من، اصلا طرف مال من همشهری من نبود، مال اردبیل بود. نمیدونم شما لهجه شیرازی و اردبیلی و کرمانی و حالا کرمانی و شیرازی و مشهدی لهجه ها نزدیکن، ولی نکن این کار. آقای چیز آقای فرهاد زمانیان میگه قهوه خانه سنتی باب شده و مردم احساس آرامش بیشتری دارن چون نیمکت داره و توش آدم لم میده و لذت میبرن. منم ممنون و متشکرم. بله اینم همین جوریه. حالا که رسیدیم به اینجا اجازه بدید من عکس این رو به شما نشون بدم. جینیز آقا مثل این که به شما بگم آقای خسرو بهرامی چرا تو ما تو آمریکا اسم شرکت تو گذاشتی تریپل ای، بذار الف الف الف. خدا کارمون خیلی خراب. هرچی هم من میخوام آقا نگم، این چی بود دیگه احمد شاملو گفت اگر نگم زبانم میسوزه، نه بگم بخشی، اگر بگم زبانم میسوزه، اگر نگم تا مغز استخوانم میسوزه. بفهم اینم جایی که این دوستان دارن، دوستان اگر به فکر تأسیس یا شروع یک بیزینسی هستی، اینجا تو آمریکا بهش میگن یعنی خودونم میگیم دیگه، یه چیزی حاضر آماده، شما کلیدش شب بگیری فردا صبح بیای باز کنی. اینا هم چند روز بهتون یاد میدن که این سماور اینجاست، کتری اونجاست، این نمیدونم، بالاخره چیز ساده ای باید باشه، ولی باید عاشق مردم باشید، دوست داشته باشید با مردم باشید، بد اخلاق نباشید. اونجا نشستی هی نگو من تو ایران تیمسار بودم، حالا این بچه قرتی به من میگه برو آب بیا.
شما این کارو میکنی که این وقتی میاد یه بطری آبی که خریدی 25 سنت بهش بفروشی 4 دلار 5 دلار 10 دلار. اینه باید کارو قبول کنین و با روی خوش قبول کنین. در صورت این از این شماره تلفنشون هم اجازه بدین من بهتون نشون بدم. متاسفانه خانم شوبری هم یک کمی گرفتار هست و هر چی ما میگیم یه پیامی شما بفرست یا یک چیزی بنویس بذار انجام نمیده. وقتی هم تازه ما مینویسیم و درست میکنیم براشون میفرستیم باز هم اینو نمیذارن. در واقع ما وظیفه خودمون رو اینجا انجام میدیم. ما تصمیم گرفتیم که پس از 7 سال بیزینس پس از 7 سال بیزینس خود را واگذار کنیم. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید 203-545-3166. اتفاقا آقای خسرو بهرامی این شغل خوبی باید باشه، شما هم دوست داری با مردم صحبت کنی، هم اینکه کار سختی نیست مثل کار سنگ و مرمر و فلان اینها نیست. زنگ بزن اول هم سوال کن جوازتون لیسنستون لیسنس چی هست. اینم از این. بله بذارید بگم که این بله برنامه زنده. خب میخواستم بله بله خب دوستان عزیز روز جمعه ساعت 3 سعی میکنیم که با آقای امیر حسین لادن باشیم، ولی فکر کنم ساعت 2 بعد از ظهر اگه به موقع برسم با آقای جهان شادانلو از فرانسه خواهیم بود و ایشون میخوان درباره یک کسی صحبت کنم. من ازشون پرسیدم که اسم این طرف رو بگید من اینجا بنویسم، چون چند تا برنامه آقای شادانلو داشته و برنامه هاش وقتی میاد اجرا میکنه به اصطلاح یه چیزایی میگن که بله. آقای بهرامی نوشته که سوربی جان من آمدم برنامه گوش میکنم، امیدوارم خوب باشی. سلام خانواده محترم. مرسی، ممنونم، خیلی خوشحالم که دیر آمدی، چون قبلش کلی من به پرپای شما پیچیدم. بعد از برنامه ببینی یک کمی بهتره، ولی به نظر من شما اشتباه میکنی. آقای احمدعلی مسعود انصاری اگه دروغ گفته شما بیا بگو آقا اینجایی که گفته من اسمم احمدعلی مسعود انصاریه این دروغ میگه، این اسمش هست احمد انصاری مسعود احمد، من چه میدونم به خود. خب شاه فقط یک مشاور داشت، اون هم امیر اسدالله علم در مورد خانم بازی. اینو آقای زمانیان نوشته. نه در مورد خانم بازی تا دلت بخواد مشاور داشته، همشون ماشاءالله دست به خانم بوی آوردنشون خوب بوده. این اردشیر زاهدی که دامادش بوده به شکرانه اینی که دختر جوانش رو داده بوده بهش تا میخواسته براش خانم می آورده. همین خانم الیزابت تایلوری که فوت شد و بردنش با هواپیما و اینا، بابا کثیف بودن، یعنی اصلا خون مارم دارن کثیف میکنه. خب ببینیم که براتون چی گذاشتیم اینجا. آها سرکرده مجاهدین خلق اونو نشون دادم، به این مدرک ها خیلی باور ندارم، نمیدونم باید اعتماد کنیم یا نه. هنری کیسینجر رو گفتم، مهدی تبریزی رو 26 نشون دادم، پیام آقای بهرام خسرو بهرامی رو پخش کردم، هم درباره احمدعلی مسعود انصاری، هم درباره والنتاین موتور، هم درباره جینیز هوکا لانج و هم درباره فروشگاه خودش، نمایشگاه سنگ و اینها و کارگاه سنگبری. و چرا این خبر را برای من نگفتید؟ یه دوستی گله کرده که آقا شما که به اصطلاح تلویزیون مردم داری چرا این خبر مهم رو به مردم گزارش نکردی؟ گفتم چشم حتما این کارو میکنم، ولی ما قبلا گزارش کردیم شما ندیدی. آمریکایی‌ها وقتی یه چیزی رو ندیدن بعد که میبینن میگن آها این برای من تازه بود، حالا با هم میبینیم. این خیلی قدیمیه ولی برای بعضی ها ممکنه تازه باشه، با هم ببینیم ببینیم این حاج آقا چی میگه. یه اتفاق عجیبی در آمریکا اتفاق افتاد و نگذاشتن خیلی خبرش تو دنیا پخش بشه، یه ذره پخش شد جلوشو گرفتن. یه راهپیمایی در آمریکا اتفاق افتاد توی نیویورک یا واشنگتن، تردید از منه، 1,000,000 سیاه‌پوست
راهپیمایی کردن. ای گور پدرت اگه دروغ بگی بابا، این چند سال پیش این آقای فرخان همون مال مسلمونا میخواست یک راهپیمایی بذاره با استفاده از اسم مارتن لوتر کینگ و چند تای دیگه، 1 میلیون من، و 1 میلیون هم نشد. تو که نمیدونی احمق این تو واشنگتن بوده یا نیویورک، تو که نمیدونی این تو آمریکا بوده یا تو آفریقا. به نظر من شما هم یه شعری هست میگه تو که نمیدونی فعلا خفه، فعلا خفه. و دوست عزیز من اینو قبلا هم نشون دادم، ولی اگه ما بخوایم دروغا رو اینا رو نشون بدیم 24 ساعت در شب و روز کمه. آقای یوسفی میگه از سخنرانی امروز پامپئو بفرمایید. خبر ندارم. و آخرین چیزی که از پامپئو میدونم اینه که میگه ما سعیمون اینه که ایران رو دوباره بیاریم پای میز به اصطلاح مناظره، نه چی میگن، مصاحبه، نه گفتگو، و باهاشون دوباره یک برنامه جدید ببندیم، چون این دفعه استاد معامله توی کاخ سفیده. این آقای ترامپ فکر میکنه معامله با کشورهای دیگه مثل عشقبازی با این زنهای هرزه و اینا هست که یه پولی میده معاملهش رو میچپونه. نمیدونه که آقا همه اینجوری نیستن و پدرتو در میارن. ممکنه اصلا معاملتم یاد شیراز اگه اشتباه نکنم بچه یه دکتری رفته بود به یه دختری تجاوز کرده بود، فامیلای اون دختر این آقا رو گرفتن، اولین کروت شیراز هم آورده بود، این آقا رو گرفتن معاملش رو بریدن کردن تو دهنش. حالا شما آقای یوسفی از این پامپئو، از ترامپ و استاد معامله و اینا بپرس، بگو آقا تو حریف این یه نخود پسر نشدی مال کره، چنان چوبی تو آسینتون کرده همه تونو انگوش به دهن نگه داشته. و اما میگه که این آقای پتیک میگه دیروز نقل زانو درد و پادرد و اینا صحبت شد، مذاکره، بله درست میگه، گفتگو بین دولت ها مذاکره هم میشه. ممنون، مرسی. میگه که ما لورها ویکس را بیرون گلو هم میمالیم یا میزنیم تا سرفه را کم کنن، ولی نمیخوریم. حالا چرا؟ چون من یه دوستی دارم، این یه در برای من تعریف میکرد که پدر خانمش مال پرو هست و میگفت این وقتی مریض میشه اینجوری انگشتش رو میزنه توی قوطی ویکس میماره توی دهنش. و بهتون گفتم بعضی چیزا برای من و شما عجیبه چون ما انجام نمیدیم، بعضی چیزا برای اونای دیگه معمولیه. ممکنه این از اول عادت کرده یکم ویکس بمالن تو دهنش، حالا پیر شده میخواد بیشتر و زودتر شفا پیدا کنه این کار میکنه. آقای پتیک که هم ارمنیه هم زحمتکشه هم لور هست، میگه ما لورها ویکس را بیرون گلو، ما شیرازی هم همون رو سینه و اینا میمالیم. و میگفتن که اصلا رو خودش هم اگه نگاه کنیم این سه ویپرایز، یعنی شما وقتی میذاری این با هوا میکس میشه میره تو دماغ تو اینا. اونا اگه میخواستن سریع‌تر بشه بخور میدادن یا بخار آب میریختن، یه انقدر ویکس روی چیز یه پارچه هم مینداختن سرشون که الان دستگاهی بهتر اومده و اینا بمانه. میگه تا سرفه را کم کند ولی هیچ وقت نمیخوردی. خب حالا یاد گرفتی امشب یه قاشقش بخور. اون روز داشتم به سعید کاوش میگفتن کسی که تو ایران یه کسی حرف بدی میزنه میخوان بهش توهین کنن میگن تو گوه خوردی یا برو گوه بخور. دوستان این فضانورد ها این همه درس میخونن، فعالیت میکنن، بالاخره به یک دلیلی میشن فضانورد. حالا وقتی میرن اونجا ماجرای ادرار و به اصطلاح مدفوع و ایناشونی که میدونی باید به اصطلاح مکش کنن تو کیسه بذارن اینها، حالا تو فکر رفتن به کره مریخ هم. میگه ما برای کره مریخ که میخوایم بریم به غیر از همه مسائلی که داریم یه مشکل بزرگمون نگه داشتن خوراکه، که این همه نمیدونم روز سال ماه در راه هستیم این خوراک چجور نگه داریم. یک کشف جدید کردن که مدفوعشون رو وقتی در میاد بذارن توی کیسه زیپلاک، بذارن بغل اونجایی که خوراک هست، چون مدفوع هیدروژن تولید میکنه و هیدروژن باعث میشه باکتری مثل که از بین بره یا برعکس نمیدونم. بعد از این یک کشف دیگه کردن که مدفوعشون رو به صورت خوراک بخورن. گفتم بفرما، حالا بیا آمریکا اینقدر زحمت بکش بوش فضانورد میشی همون بچه‌ای که ما هر کاری میکردیم به اون میگفتن تو گوه خوردی. اینم اینه نوش جان. آخوندی که اتفاقا زنش پای منبر بود داد میزد ایها الناس بهتر از در این زمستان به مردم کمک کنید، اما
شیطان ظاهر شده و نمیگذارد. زن از پای منبر بلند شد و به بغل دست خودش گفت برم به مردم کمک کنم، ببینم کدام شیطان است که جرأت میکند جلوی من را بگیرد. به خانه آمد و شروع به بیرون گذاشتن اجناس نمود. آخوند شوهرش رسید و گفت زن چه کار میکنی؟ گفت طبق دستور تو عمل میکنم. آخوند گفت زن این را برای دیگران گفتم نه برای خودمون. همسایه رسید و گفت چی شده؟ چه شد صحبت قبلیت؟ گفت شیطان رسید و نگذاشت. خیلی ممنون. شیطان اینجا آخونده بوده که میگه میخوای کار خیر کنی، شیطان نمیاد و میاد و نمیذاره. و اما دوستان یادتونه شاه وقتی حزب رفتابیخ رو باز کرد گفت هر کی نمیخواد بیاد پاسپورت بگیره بره. من نمیدونم چند نفر رفتن پاسپورت گرفتن، چند نفر رفتن گفتن پاسپورت رو ما بدین گرفتن، چون خبر ندارم. ولی میخوام یه خبری رو بهتون بدم. این دست اول آخوندا از امروز تصمیم گرفتن هر کسی ناراضی در ایران تبعیدش کنن. مواظب باشید این تبعید با اون تبعیدا فرق میکنه. تبعیدتون میکنن به هالیوود، تبعیدتون میکنن به شرکت های فیلمسازی فرانسوی، تبعیدتون میکنن به جشن های بزرگ. یعنی ما از روزی که شروع کردیم به جای سلام بگیم درود، حقیقتا داریم دروغ میگیم به خودمون. بارها شنیدید من میگم آقا خانم هی نگو من تبعید شدم. آخه مرد حسابی، زن حسابی، اگه شما تبعید شدی و امروز در آمریکا زندگی میکنی، این ایرانی های بدبختی که خودشون رو به همه دری میزنن که بیان بیرون، میگن آقا اگه میشه ما رو تبعید کنی. این کجاش تبعیده که خانم گلشیفته فراهانی آمده یک همچین شکری خورده؟ نگاه کنید دوستان، کار ما یه جا و دو جا خراب نیست. گلشیفته فراهانی گفته اسقر فرهادی مرا که تبعید شدم آگاهانه ندیده میگیرد. خب خانم چرا دروغ میگی؟ کی تو رو تبعید کرده؟ این چه نوع تبعیدیه که از روزی که اومدی یا با خانم فرح میری عکس میگیری، یا نمیدونم با بهروز بوسوقی نمایش بازی میکنی، یا با هنرپیشه‌های آمریکایی فیلم بازی میکنی، یا توی جشنواره ها هستی؟ اگه این تبعیده خب بگو چه کار کردی؟ تو کدوم دادگاه تو رو تبعید کردن تا تمام این ایرانی های بدبختی که میخوان بیان خارج چرا بیان پناهنده بشن، بیان تبعید بشن مثل شما؟ حالا دوستان نگاه کنید، اینا هستن. بعد طرف میگه هنرمند. آقای افشین خان، آقای رضا پهلوی تنها هنری که داره دروغ گفتنه. بعد قرار نیست به خواننده بگیم هنرمند، به مطرب بگیم هنرمند، به نقاش بگیم هنرمند، به بازیگر تئاتر بگیم هنرمند. اصلا چه کسی این غلط رو راه انداخت که هر کسی از راه آمد آقا طرف هنرمنده، هنرش چیه؟ با دهنش میگوزه. آخه این چه هنرمندیه؟ بله دوستان عزیز، خانم گلشیفته فراهانی یادتون باشه تبعید شده. ایشونو گرفتن در دادگاه گفتن شما حیفه که اینجا زندگی کنی، ما تبعیدت میکنیم به آمریکا، تبعیدت میکنیم به پاریس. حالا ببینید چقدر وضع من و شما خرابه که این خبرها رو برای هم دیگه میفرسیم. چقدر وضع اون نشریه خرابه که اینو میذاره. بله. Good morning. I sent email. I did not express my feeling about the relevance of British monarchy compared to 2500. آره راجع به این گفتم. میگه که من یه ایمیل فرستادم ولی نگفتم که مقایسه حکومت پادشاهی انگلستان با حکومت پادشاهی ایران. من گفتم شما یک کمی درباره همین حکومت پادشاهی انگلستان بخونید. یه مدت پیش 400 سال پیش وایکینگ ها اونجا حکومت میکردن، بعدش فرانسوی ها و آلمانی ها و اینها. برید اصلا نگاه کنید مال داچ بودن، حتی انگلیسی بلد نبودن حرف بزنن. و اما همین خانم لیلا دوست عزیز ما میگه سلام آقای سوربی، تمام شنبه خودم را با تمام ناباوری صرف دیدن عروسی نوه ملکه انگلیس پرنس هری و
میگن مارکل کردم که چطور این خاندان دیرینه انگلیس این واقعه تاریخی را با تمام تجملات به معرض دید دنیا از قرار معلوم 2 میلیون بیننده گذاشتن و این مراسم در یک کلیسای 1000 سال خب تبلیغ دارن میکنن. الان از این به بعد سیاپوستا بیشتر میرن انگلستان، همونجوری که میمدن بیشتر واشنگتن فکر میکنن آقای اوباما توی کاخ سفیده دیار موردن ویلکان، بعد دیدن که نه آقا این اوباما از سفید پوستا بدتر بود، اگه بهش وقت میدادی میمد بیرون هم اونجا جلوی کاخ سفید سیاها رو قربانی میکرد. بله احتمال زیاد ازدواج این دو تأثیرات و تغییراتی در عرصه جهانی خواهد گذاشت. نه خانم چه تأثیرات، اینقدر از این ازدواج ها تو این خانواده بوده و رفته و طرف رویال فامیلی رو ول کرده رفته دنبال عشقش و اینها، بعد دیگه دیدید دیگه کثیف‌ترین نوعش طرف با اون بچه کی بود که این فروشگاه هرات رو داشت و اینها کشتنش انداختنش اون بر خانم دایانا. خیلی خیلی به اینها دلخوش نباشید، انسانیتتون رو درست میکنید. بله 2005 مخصوصا سلطنت کوتاه رضا شاه و شاه فقیه که در کل 50 سال هم طول نکشید. چرا خانم شما اشتباه میکنید، 57 سال حکومت شاه و پدرش بوده، تاریخ بده ها، و خیلی آسون به نابودی کشانده شد و مردم ایران هنوز هم که هنوزه به گذشته ایران که بر روی ویرانه پادشاهان گذشته ساخته شده بود امید برگشت به آن را دارن. یعنی رویا پردازی تا این حد، خب دیگه کسی که امروز نداره میره دنبال دیروز میگرده. و اما همین دوستمون خانم لیلا یک فعلا پیله کرده به یا گیر داده به فامیلای رضا شاه. اگه یادتون باشه چند مدت پیش برای من 2 هفته پیش پرسید که این آقای امیرعباس ننگاور چه کاره رضا شاه، گفتم والا نمیدونم، لاوال رضا شاه یه دفعه از ده اینا رد شده، سردش بوده تو خونه اینا بوده با مادرش، هرچی نمیدونم، از خودشون سوال کن. ولی این گواهی رو این شناسنامه رو من قبلا هم دیده بودم و خیلی جالبه، از اون بالا شما شروع کنید. از اینجا اولا این خط شیرازی ها به این خط میگن سوسنی، این رنگ گل سوسنیه، اینجا بهش میگن پرپل یا بنفش. خیلی جالبه بعضی از خودکارا یا خودنویسا یا آبی مینوشت یا مشکی، بعضی ها نمیدونم جوهرش آب کرده بود توش چی شده و اینجوری بنفش مینوشت. در هر صورت این ثبت احوال آمده این شناسنامه رو ساده کرده و گذاشته اینجا، نوشته که تاریخ صدور و روز، اینجا روزش ننوشته، نوشته ماه آذر سال 1304، شماره شناسنامه 21867. حالا خانم صدیقه نام خانوادگی پهلوی، فرزند آقای رضاخان پهلوی، شماره شناسنامه اینقدر، صادره از تهران 1296. و خانم زهرا شماره شناسنامه اینها نداره، بعد نام مامورم ابراهیم اعتصامی فلان و اینها. و این حالا شما نگاه کنید، من به این دوستمون گفتم این چند تا اشکال داره. اولا این المسناس، المسنا یعنی اصلش گم شده، پاره شده، سوخته، از بین رفته. این خانم رفته توی ثبت احوال گفته که من شناسنامه میخوام، اونا هم تو دفتر نگاه کردن شناسنامه براش نوشتن. چرا؟ این زیر نوشته 1/1359. حالا توی این یک بودنش، البته تاریخ ایران اینجوری می‌نویسیم روز ماه سال، یعنی اول خرداد 1359. چه خوب میشه که از دوستان نگاه کنه ببینه اول خرداد 1359 چه روزی میشه. جالب میشه اگه جمعه باشه، یا جالب میشه اگه یه تعطیلی باشه. بگذاریم 1/3/59 خانم لیلا این شناسنامه رو درست کردم و فکر نمی کنم اون موقع دیگه دولت آخونده اجازه میداد کسی تمبر دولت شاهنشاهی ایران رو بزنه، فکر نمی کنم اون موقع اجازه میدادن پاس شناسنامه مهر شیر و خورشید و پرچم و اینا رو داشته باشه. میشه گفت این شناسنامه از اولش غلط و غلوته، ولی این پشتش که مهر زدن نوشته عکس علامت اون به اصطلاح لوگوی همون الله مال جمهوری اسلامیه. ضمناً کسی که این در دسترسش بوده وقتی این بالا می‌نویسه توضیحات دارد،
باید صفحه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم رو هم عکس بگیره که صفحه دوم ببینیم با کی ازدواج کرده، کی مرده، کی نمرده. حالا این خانم صدیقه پهلوی چه بچه رضا شاه بوده چه نبوده، چه مشکلی رو از زندگی من حل میکنه امروز؟ این آقا رضای تنبل که نشسته اونور توی مریلند چه غلطی کرده، چه گلی بر سر خود زده، چه گلی بر سر دیگران زده که حالا این خانم 1304 این صدورش بوده، 1296 دنیا اومده، الان 1397 هستی، یعنی 101 سالشه. حالا بعد از اینکه جنازه آقا رضا خان رو پیدا کردیم و هیچ انقلابی نشد، حالا دیگه بریم دنبال شناسنامه. عجب ملت بدبختی هست. بله، من این را دیدم که در روزنامه ها چاپ شده بود و گفته شده بود که دختر رضا شاه از پسرش، از پدرش ارثی نبرد. شما نوشتی از پسرش، از پدرش ارثی نبرد. اینم به اصطلاح انصاف خانواده شاه رو میرسونه که اینا همیشه زن ستیز بودن. دلیل زن ستیزی اگه میخواین بدونید، بیان همین رضا پهلوی رو نگاه کنید. این اگه زن ستیز نبود، میگه من یه خواهری دارم از من بزرگتره، اون بره بشه کوین ایران، خودش هم بره برای خودش مطربی و تا چی بزنه، درام بزنه. بریم به سراغ پدرش. اگه پدرش زن ستیز نبود، تو وقتی میای فرح دیبا رو میکنی نایب السلطنه که معلوم نیست که جلو خودش گرفته گفته یا نایب السلطنه بشم یا بخواب از اون ور، بعد نباید بیای با خانم باربارا والتر بگی که زنا به اندازه مردا عقل ندارن، نمیفهمن. حتما میگی این سوربی عجب آدم دروغگویی ها. برید اینا رو نگاه کنید، گریه آوره. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. کارتون از گریه گذشته است، از آن میخند. بله، خیلی ممنونم. وقتی میگم به این اخبار نوشته شده در گوگل نمیشه اطمینان کرد، بدین خاطر است. 3 ساعت پیش مقاله‌ای در مورد سقوط هواپیما نوشته، در پایان ذکر شده پارسال از لحاظ ایمنی بهتر بوده، حال آنکه آمار امسال را نوشته. برای امسال 3 سانحه ذکر شده، الجزیره، روسیه، نپال و سانحه یاسوج ایران را ننوشته. قربانش برم، مثل اینکه ماها جز کرات دیگر هستیم. نه عزیز من، خودت که داری میگی این خبره پایه و اساسش خراب بوده، این مال سال گذشته رو با امسال قاطی کرده. خب به همین دلیل یاسوج هم از قلم افتاده. و اما از فاجعه هوایی خبری ندارم، این هم یک فاجعه زمینی. جمعیت کالیفرنیا 39.5 میلیون نفر است، تعداد محسنین دولتی 6.200.000 نفر است، 3 میلیون نفر از آنها، یعنی تقریبا نیمی از آنها، سوادشان زیر خط، من میدونم خوندن و نوشتن هم نمیتونن، بچه‌هایی که دیپلم حتی میگیرن توی مدرسه‌های آمریکا، قاعدتا گوهبازی و کسافت کاری‌هایشان بالای خط، چون نوشته بود سوادشان زیر خط، آفرین بر والدینشان اگر داشته باشن. اینم صحبت خوب رو. بله، میگه که میاندیشم که خمراز شدن ادیسون در آزمایشگاه وقتی که میخواست لامپ برق را اختراع کند، همین جمله رو تا خوندم گفتم شما نه اندیش عزیزم آقای زرابی، که معلوم نیست اینو از چه ایمیل دیگه گرفتی. آقای زرابی، آقای ادیسون یه شالاتانی بوده مثل ترامپ. ادیسون لامپ رو اختراع نکرد، ما این اختراع و کشف و اینا رو هم بلد نیستیم. کشف یه چیزی که وجود داره شما پیداش میکن، مثل این موادی که مال توی اون جدول مندلیوف هست، هستن اینا، ولی باید بگردی پیداش کنی، بلد باشی، توش آزمایشگاه شیمی کار کرده باشی. اینا رو کسی اختراع نمیکنه، ولی اختراع این ماشین جاروبرقیه که میاد اینجا رو تمیز میکنه، بعدم خودش میره پارک میکنه، شروع میکنه چارج کردن، که این روزا هم گربه ها سوارش میشه. اینو میگن اختراع، اونو میگن کشف. ما ملت نادون میان میگیم کشف حجاب. آقا خانم، حجاب میلیون ها سال کشف شده بوده، اصلا چیزی نبوده کشف بشه. یک کسی باد اومده خاک رفته تو چیشش، کاپشنش اینجوری کرده، پوست بره انداخته صورت، این شده حجاب. آقای رضا خان رفع حجاب کرد،
چون هم خودش بی سواد بوده، هم زور میگفته به دیگران، کسی بهش نگو آقا تو کشف حجاب نکردی، حجاب اونجا نبوده بگی اینو بردار بذار کشف کنی، حجاب سر مردم بوده، تو اومدی رفعش کردی که یکی از اشتباهای بزرگت هم بود. اینم ماجرای رفع حجاب و کشف حجاب و ادیسون. آقای زرابی شما که نویسنده هستی، محقق هستی، تو رو خدا یه کمی تحقیق کن قبل از اینکه یه چیزی بنویسی، قبل از اینکه یه چیزی رو پخش کنی برای دیگران. خب آقای خسرو برامی، من بارها گفتم به سرنوشت، اینجا میگن دستونی، باور ندارم که آقا سرنوشت من این بوده، ولی یه اتفاقایی میفته آدم میگه اگه من صبح رفته بودم اینجا حالا چجوری میشد، چون اگه نرفتم این اتفاق افتاد، نمیدونم چی بگم. ولی راجع به این قهوه خونه، راجع به این رستوران، راجع به اون چیزی که شما خبر نداشتی گفتی و خانم شوبری گفت که از ایشون ممنونم که باعث شد من بیام بگم که اصلا ما جوازی که داریم بالای جواز معمولیه، یه چیزی هم گفت شما یا یه چیزی بس. نگاه کنید به جد اطهرت، این می 19 آمده، معرفی یک محیط سنتی. نگاه کنید ببینید شما تو نیویورک کجا نشستی، چی میگی، با من سر چی بحث میکنی، منم سر چی وقت مردم رو دارم تلف میکنم. بعد ببینید ایرانی ها کجا هستن، چه کار میکنن، و بریم با هم یه سفر به خوزستان، خوزستان زیبا که زمان شاه هم همه ایام عید میرفتن آبادان و خرمشهر و اهواز، با هم سفر مجانی به ایران به خوزستان. اینجا تالاب شادگانه، جای همتون خالی واقعا. خانم عزیز من از شما ممنونم که با وجودی که زن هستی دستت از مردا کوچکتره، ولی تلفنت رو اینجوری افقی گرفتی و داری فیلم برداری میکنی، آفرین به شما. فکر کنم ایشون برنامه من رو نگاه کرده. آبادان اینجا نوشته، اینم تالاب یعنی مرداب دیگه، نه دوباره براتون نشون میده. اینجا تالاب شادگانه، جای همتون خالی واقعا زیباست، طبیعتی بکر که دیدنش هیجان زدت میکنه. خیلی عالی بود، خیلی مناظر زیبایی داشت، مناطق افراد بومی که بودن خیلی برخورد خوبی داشتن، خیلی خوب توضیح دادن، واقعا عالی بود. 400 هزار هکتار وسعت داره که میتونه مقصد خوبی برای سفر و عوض شدن حال و هواتون باشه. تعریف کرده بودم، ما هم اومدیم که نگاه بکنیم چه جوری هستش. آدم هر چی بیاد نگاه کنه و ببینه جای طبیعی مملکتمون رو ببینه خیلی عالیه. گرمای تلالو خورشید در آب تالاب بر میهمان نوازی مردم محلی هم اثر گذاشته. میهمان نوازی سنتی و اصیل. قهوه همیشه در حال پختن. لولله یا سویدانی و خلونا نلعب سله یا سویدانی. قوام عرب و با آداب رسوماشون و طریقه پذیرایشون آشنا شدیم. نحوه درست کردن قهوه و چیزایی که میگفتن خیلی جالب و خوب بود. با قهوه از اون پذیرایی کردن اولین بار بود من قهوه عربی خوردم. پس محاله که این همه جاذبه ببینی و بهت خوش نگذره. اینجا ونیز ایرانه، خیلی خوبه، عالی، خیلی خوش گذشت. بزرگترین تالاب طبیعی ایران هست، تالاب شادگان، و خیلی جاذبه های توریستی زیادی داره. سال پیشش کلن بالای 300 هزار نفر از تالاب دیدن کردن، امسال هم از روز اول عید تالاب نزدیک 115 هزار نفر هم از تالاب دیدن کردن. اما چه چیزی تالاب شادگان رو منحصر به فرد کرده؟ دوستایان هستند و دامداری و بحث ماهیگیری و صید و همزیستی محیط زیست و جوان محلی و مردم. خیلی مثلا تعجب آوره، چون کنار آب نشستم خیلی جذابه. زیبایی های اینجا اونقدر جذابه که نظرتون رو راجع به سفر کردن هم تغییر میده. وقتی همچین جایی هست لزومی نداره ما بریم کشورهای دیگه، هم کشورهای مجاور باشه یا هر جای دیگه باشه، ما طبیعت بکر خیلی خوبی داریم اینجا تو کشور خودمون. اینجا قطعا قدرت آفرینش رو بهتر از همیشه درک میکنی در کنار این همه زیبایی. زیباست مگه نه؟ لذت دیدنش رو از دست ندید. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما تالاب بین المللی شادگان. بسیار عالی. حالا بیچاره شاه چه اشتباهی کرد؟ به جایی که بلند شه وقتی میخواد بره اسکی، بره یاسوج، بره همون آولی شما، که من و شما هم که تقلید
تقلید پدرمونو در میاره، بگن آقا شاه رفت آولی، منم میخوام برم آولی. خدا نصیبتون نکن. یه سیزده بدری اومدم آولی، از اون بالا با کله همینجوری قلط خوردم اومدم پایین. الان شاهلایی هم میگن ای کاش مرده بودی. حالا گیرم که من مرده بودم، 79,999,999 نفر دیگه زنده هستن بیچاره ها، با اونا میخواین چه کار کنن؟ میخواین همه بمیرن بشه قبرستون و شما بشین پادشاه قبرستون؟ اگر سیستم احمق نبود، هی بعد از این ویناختن آلمان، نمیدونم بعد از کوفت و زهرمار پاریس فلان چیای کهنه رو بخر بیا، هی پلنگ و سلطنه نهنگ و نمیدونم سلطنه فیس و افاده بدن که واخ من رفتم پاریس نمیدونی، وای 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 این خیابون شانزلیزه چی بود، به خدا من رفتم پاریس هر چی نگاه کردم گفتم این شانزلیزه، خیابون پهنی پر عرب همیشه. اینا بلدن، اینا حالا شما از هر ایرانی سوال کنی چند تا کشور رفته اومده ولی بعد میگه آقا کیش که میرم از همه جا بهتره، وقتی میرم نمیدونم قلات فارس از همه جا بهتر. اینا با مردم ارتباط برقرار کردن. رادیو تلویزیون زمان شاه رو یادتون بیاد، یه نفر شهرستانی توش حرف میزد؟ نه، مگر اینکه بخوان مسخرهش کنن. آقای بهروز وثوقی نقش یه بلوچو در می آورد که تو خیابون بلد نیست از خیابون رد بشه. این ننگ دولت بود که بدبخت چرا نشون ندادی، چرا اینا رو سیستم آموزش به اصطلاح راهنمایی فلان اینا که طرف وقتی میاد اینجا فکر کنه اصلا رفته یک کره دیگه. برید ببینید فیلم بلوچ رو، برید ببینید، اون وقت هی نگید ما خیلی بودید که بود. بله قربان ایران. خب خانم فری شوبیری میگه ویکچوال license means you have permission to serve food and is not easy to get and we have it before we open means 7 years ago. اینم جواب شما آقای خسرو بهرامی. اینها من فکر میکنم این آقای بهرامی میخواد اونجا رو به اصطلاح ببینه، اینجوری سوالش رو از این وری پرسید، جوابش هم خیلی سریع دریافت کرد. آقای بهرامی، من اگر این محلی که اینا هستن اینجا بود، خودم اولین نفری بودم که میرفتم. از ساعت 11:30 میرفتم بازش میکردم، قشنگ خوراک و وسیله و اینا میذاشتم. یه دوستی هم داریم آشپز خوبیه، آقا سعید هم میآوردیم اونجا بپزه، شریک هم بخواد باشه شریک باشه، ولی متاسفانه اون 8 ساعت با ما فاصله است تا اینجا و جای خوبیه. در صورت اگه کسی میخواد شماره تلفن اینا رو براتون گذاشتم. خانم شوبری لطف کنید این شماره تلفن یا به زبان خودتون زبان ساده یه چیزی بنویسید برای مردم بگذارید. آقای خسرو بهرامی مسیج گذاشته، من مسیج شما رو امروز پخش نمی کنم. دلیلش هم اینه که شما صبر نکردی برنامه به تموم بشه، شما صبر نکردی سوربی حرفشو بزنه بعد شما بنویسی من میخوام چی بگم به سوربی. ببینید پیام خسرو بهرامی درباره انصاری، درباره جینیز هوکا، اینا رو باید بنویسید. شما همینجوری زودی گوشی رو بردارم اون فایده نداره، اون هلوی. خب بریم سراغ دوستان. وقتی مریم خانم رئیس همچی سازمانی هست باید هم هر روز یک بنیانگذار جدید اختراع کنه. یه نفر دیگه تو ایران فوت شده، اونم نوشته بود یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین. من حقیقتش یادم افتاد به این طالبان و القاعده و اینها، وقتی که هر کسی کشته میشد اینجا شب تو اخبار میگفتن یکی از رهبران مرد شماره دو، هی میگفتن مرد شماره دو. آقا من نمیدونم این طالبان بلد نیست 1 2 3 4 به شماره گفته یک چی بود اون موقع القاعده، یک بن لادن، دو این همه شدن دو. هر کی میمرد میگه مرد شماره دو مرده، کشتیمش. این خانم لیلا گلگی میکرد که تلویزیونای ایرانی خیلی نمیشه بهشون اطمینان کرد. گفتم آخه کلمه اطمینان که شما میگی تو رسانه، مثلا شما میگی من میخوام یه خونه بسازم، من به این معمار اطمینان نمیکنم، چون خونه‌ای که ساخته قبلا اومده ریخته پایین رو سر زن و بچه مردم. آخه تو رسانه اطمینانی نیست. چه اطمینانی؟ شما وقت امروز زیاد داری نشستی برنامه نگاه.
سوربی مزخرفاتی میگه، عمدن هم میگه من مزخرف میگم که شما نتونی بهش بگی مزخرف گفت. چی میخواین از رادیو تلویزیون؟ بیان بگین دیگه. رادیو تلویزیونی که ماکسیمومش میگه آهنگای درخواستی براتون پخش میکنه، یعنی شما خودت دسترسی به کامپیوتر نداری ولی میای میشینی از طریق کامپیوتر منو نگاه میکنی، بعد من میگه آهنگ گوگوشو بذار، بعد منم اینجا میگم آهنگ گوگوش نداریم، حالا برات سوسن پخش میکنم. چی میخواین از رسانه‌ها که نتونستن به شما بدن؟ رسانه‌های آمریکایی رو نگاه کنید، خودشون خودشونو مسخره میکنن، میگن ما دروغگو هستیم، از پیشگویی هوا گرفته هر روز دروغ میگن تا وضع سیاست و اینها. همین جولیانی احمق امروز اومده میگه شما نمیتونید رئیس جمهور رو اندایت کنی، یعنی متهم نه، اون یکی دیگه چی میشه، محکوم به این جرم. بعد 20 سال پیش نوارش آوردن، این کریس کومو پدرش در آورد گذاشت، گفت بهش این آقا رو میشناسی؟ اونم از کوره در رو، آقا تو من آوردی برای یه چیز دیگه، اینو میذاری؟ اینا مثل این حقا بود، بهش گفت آقا شما دکترا از کجا گرفتی؟ چه سالی؟ کدوم دانشگاه؟ در رفت. اینم کریس کومو هم همین جوریه تقریبا. جولیانی اصلا داشت میمرد. از مثل این که آقای حنفی بنیانگذار حنیف نژاد، حنفی یا حنیف نژاد، در صورت بله خیلی ممنون، هر کی بودن اون 3-4 نفری که آمدن جوان بودن، اونا هم اصلا یه تجربه خیلی کمی داشتن اینا، این شد دیگه. بعد از 50 سال یه سازمان به اینجا رسیده، یعنی حالا من نمیدونم اونا با چه نیتی این رو بنا کردن، ولی این چیزی که امروز هست که ما میبینیم، ما میتونیم روی این قضاوت کنیم. خب آقای افشین عبداللهی میگه شما بین منبع خبر چه کسی هست؟ این هم بازی. آهان ببین منبع خبر، آهان میدونید تو کازرون شلوغ شده، طرف رفته گفته آقا ما 4 ماه کار کردیم حقوق نگرفتیم، حالا یه عده اومدن اینا میگن مجاهدن با تفنگ و اینا، بعدم دولت گرفتتشون. این دوست من آقای افشین عبداللهی یه خبری رو گذاشته بود راجع به کازرون، من گفتم شما راجع به این خبرم میدونی؟ اون خبر رو آقای عبداللهی، آقای مهدی راستین نوشته بود، اگه با ایشون در تماس باشی روی چیز میتونی، روی فیسبوک میتونید ازش ببینید کی نوشته کجا بوده. بله میگه فضای مجازی پر از برنامه لایو از طرف مفسرین بزرگ سیاسی اپوزیسیون است و همکنون در حال نقد و بررسی سخنرانی امروز وزیر خارجه آمریکا هستند. فیسبوک، اینستاگرام، خب اونا هستن دیگه، بسشونه. من برنامه‌ام روشش اینه، من از 2-3 روز قبل هر چیزی که به نظرم میرسه برام میفرستن میذارم اینجا، یه یادداشت می‌نویسم، ردیف میکنم، میگم مثلا اینجا نوشتم کازرون تظاهرات مردم دخالت مجاهدین، بعدم راجب آقای امیرحسین لادن گفتم جمعه ساعت 3، راجب آقای شادانلو گفتم جمعه ساعت 2، امروز هم هست دوشنبه 21 می، 31 اردیبهشت. چرا من فکر میکردم دوم خورداده؟ نمیدونم. بله میگن بالا شرح حالش رو نوشتم، سروان رامین دالیان ایران شاهی، بیخبری از وضعیت دکتر رامین آیدالیان ایران شاهی، بیخبری از وضعیت دکتر این فرات، دوشنبه 23 دسامبر 2013، در برنامه بازداشت فعال سیاسی مدنی در ایران، دکتر رامین آبدالیان یا آیدالیان ایران شاهی از یک هفته پیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش هرانا، دکتر رامین آبدالیان ایران شاهی، کارشناس ارشد هوافضا، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دکتر روانشناسی، نویسنده و افسر ارتش شاغل در نیروی تهران، از روز 25 آذر ماه بازداشت و به رغم پیگیری های لازم ببخشید اینجا پنکه روشن کردم، باد پنکه ما رو به عطسه انداخت. به گزارش این منبع نام برده، به دلیل نگارش کتابی به نام پشت هیچستان زندگی که بعضی مسائل 8 سال جنگ را پی برده عنوان نموده و در آن واقعیت و پشت پرده هایی از دوران ریاست جمهوری بنی صدر را مورد شرح و بررسی قرار داده، بازداشت شده است. خب
از آقای شادانلو میخوایم که جمعه با ما باشن در این مورد صحبت کنن. دوستان عزیز اگر شما هم به اصطلاح چیزی میدونید در این رابطه لطف کنید یا برای آقای شادانلو ارسال کنید یا برای من تا بتونم به اصطلاح توی برنامه ازش استفاده کنم. ساعتم هست 3:40، یعنی بنده 100 دقیقه با شما بودم و شما هنوز هم اینجا هستید. عجب پوسکلفتایی هستید. 90 دقیقه با سربی قرار بوده ولی حالا شده 100 دقیقه، ولی انقدر چی براتون اینجا دارم صبر کنید. خب اون آقای میر مظفری و آقای جلیل بهار که امیدوارم این دوتا خودشون رو درگیر با دیوانه های احمقی بدنام بدکاره واقعا مثل آقای حخاب و آقای حمزه پور نکنن. گلشیفته فراهانی رو گفتن که تبعید شده و چه تبعیدی، تبعیدی که همه آرزوشون اینه. دخترای ایرانی شما آرزوتون این نیست که بیای خارج با فیلمای خارجی، اونم فیلمایی نمیدونم دختران آفتاب مال این چیز یزدی ها یا ایزدی ها و اینها، فیلمسازای فرانسوی، فیلمسازای آمریکا، شما آرزوتون این نیست که بیان یه دفعه با یه هنرپیشه قدیمی مثل آقای بهروز بوسوقی تئاتر اجرا کنید. به این میگن تبعید. این تبعید دوره خمینی و آخونده هست. والا اینا کاری که میکنن فقط به نفع آخونده. و اما در پاکستان ببینیم چیه، خطر جای دیگری است که اینو خوندم. آقای چمنارا همش به یه چیزای دیگه بند کرده. موفق باشید آقا، خیلی ممنون. ایرانیان واشنگتن، جمعه 18 می، جبهه ملی ایران واشنگتن، 135 سالگرد تولد دکتر محمد مصدق، نماد یا نماد جاودان میهندوستی مبارزه در راه استقلال و آزادی و حاکمیت ملی را گرامی می‌داریم. آقای آریانپور آمده یه چیز قشنگی نوشته. نوشته دوست گرامی، آقای هرمز چمنارا. آقای هرمز چمنارا برادر آقای سهراب چمنارا هستن، هر دو و پسرای تیمسار چمنارا هستن، یادش بخیر، مرد بزرگ و انسان شریفی. با عرض سلام، ما سالمندانی که در آن دوران وانفسا پشت مصدق را خالی کردیم و اجازه دادیم یک عده پاسبان و نظامی و لاتهای چال میدان او را دستگیر و با افتضاح محاکمه کنند، دیگر چه حقی داریم که هر سال زادروز آن بزرگوار را گرامی داشته و به همدیگر تبریک بگوییم؟ فکر نمی کنید که ما فرصت طلبان تا زنده هستیم باید از آن عملکرد شرم‌آور خود هر روز طلب بخشش کنیم؟ ارادتمند هوشنگ آریانپور. آقای اکبری میگه من در کازرون زندگی کردم و با روحیات این مردم به خوبی آشنا هستم. این مردم خیلی مذهبی و به خصوص مخالف مجاهدین هستند. تظاهرات فقط به خاطر جدا شدن چنارشاهی جان و سید حسین است. چنارشاهی جون من یادم، چنارشاهی جون جایی بود که اون وقتا اون جاده خاکیش و اینا یادته، من دلم برای درخت ها میسوخت وقتی این ماشین ها تو این خاک و خل میرفتن، خاک میرفت روی درخت ها میشست، میگادن اینا چجور نفس میکشن، چون تو طبیعی خونده بودم که اینا از طریق برگیشون نفس میکشن. بعد جاده شد، اون شرکت عسکرزاده اومد یه پلی ساخت، پلم ترک خورد، حالا شانس آوردیم باقیشو میرفتیم، ولی اون پله رو باید میرفتیم پایین و میمدیم بالا. بمانه چنارشاهی جون، دوراهی چنارشاهی جون، چنارشاهی جان اونجا چای قاچاق، پیرن قاچاق، شلوار قاچاق، یواشکی هم اسلحه قاچاق میتونستی بخری. بعد از انقلاب یه دفعه همه این اسلحه‌ای که کلانتری ملانتری ها دزدیده شده بود اونجا به فروش میرسید. جسه نمیدونم کلاشینکوف، اوزی اسرائیلی، هنوزم که هنوزه فکر کنم اونجا همین خبرها باشه، چون یه عده وقتی عادت میکنن به پول مواد قاچاق که نسبتاً کم درد سره. شما نمیخوای کشاورزی کنی، نمیخوای آهنگری کنی، میری یه چیزی رو میاری یا یه نفر میاره اون به تو میفروشه، شما فقط دلالی، اینا دیگه همونجوری میمونه. حالا شما جدیدن اگه رفتی بگو ببینید که این چنارشاهی جون با اون مغازه های دلوکسش که یک کپر بود چجوریه. درخت بلوط، بله بله راست میگی، درخت بلوط الان شده قائمیه. خب خیلی هم خوب.
چنارش هم یک کاریش کردن دیگه شده قائمی. خطر جای دیگری است. من با شما کاملا همعقیده هستم که رهبر ایران باید از داخل ایران باشه. این آقای هوشنگ آریانپور نوشته بود. بعد من گفتم آقا مگه خمینی از داخل ایران بود؟ تنها اشتباهی که ما میکنیم اینه، کسی که میخواد رهبر باشه باید قبول کنه بره، نه مثل حقا بگی من 32 مهر میام. بله عمدن میگم 32 مهر میام، وقتی که پاسدارا ریششون زده باشن، ماتیک سرخاب کرده باشن، میدون شهیاد براش فرش پرد کرده باشن و 50 تا هواپیما میره تو فرودگاه مهرآباد میشه. این احمق نمیدونست فرودگاه مهرآباد یه بار یک کنکورد اومده بود بشینه تمام شیشه میشه ها شکسته، تازه میگه من تمام جاده های هوایی رو من درست کردم. شاید هم درست میگه، چون جاده هوایی احتیاج به کشیدن و کار کردن و آسفالت و قیر ریختن و نمیدونم گرما و سرما نداره و ایشون مالی خولیا تو هوا یکمی بکشی یا بخوری درست. بله ایشون نوشته که آقای آریانپور جواب آقای سهراب چمنارا رو داده. من با شما کاملا همعقیده هستم که رهبر ایران باید از داخل ایران انتخاب شود و این در حالی است که توانسته باشد به اطرافیان خود ثابت کند که مرد عمل است و ندادن شعار تو خالی، و ضمناً با یاران هم فکر خود برنامه‌ای لازم را درباره اداره و سازندگی ایران آینده با توجه به پیشنهادات و نظرات ایرانیان دلسوز داخل و خارج ایران از جمله قانون اساسی و قوانین مدنی که مهمتر از قانون اساسی است تهیه و به اطلاع همه ایرانیان رسانده باشند تا به این طریق آنها را آماده مبارزه و پشتیبانی هدفدار از خود کرده باشند. اطمینان دارم شما به خوبی میدانید اگر ملت نداند به چه جهتی و برای چه هدفی مبارزه میکند، نتیجهش آن خواهد شد که در مبارزات بی برنامه 40 سال گذشته رخ داده و آب در هاون کوبیدن است. این هم باز آقای آریانپور نوشتن. خوشحالم که آقای شادانلو هم اینجا هستن. سلام و شب شما بخیر. به زبان محلی چنار شیجون. بله آقای شادانلو، من به دوستان گفتم درباره این شخصی که ناپدید شده یا دستگیر شده و به محل نامعلومی رفته، گفتم که جمعه با شما خواهیم بود. اگه خواستید میتونیم میتونیم پنجشنبه یه برنامه فوق‌العاده بذاریم ساعت 3 بعد از ظهر 9 شب. توی برنامه سه شنبه من محدودیت زمان ندارم، شما اگه بخوای میتونی 3 تا 5 بری که میشه 9 شب تا 11 شب شما. اینو بعد من و شما صحبت میکنیم و حسن برنامه هم این روزا اینه که تا تصمیم بگیرید من فوری یک پوستر میذارم که امروز با آقای شادانلو برنامه زنده داریم روی فیسبوک خودم، روی فیسبوک مردم تیوی و روی تلویزیون مردم و روی یوتیوب هم پخش میشه. پس شما فکرشو بکنید ببینید سه شنبه هم میتونید، سه شنبه هم آزادم، فردا ساعت 3 بعد از ظهر ما 9 شب شما اگه میخواین زودتر برنامه پخش بشه، یا پنجشنبه 3 بعد از ظهر 9 شب. ولی اگه شد جمعه، چون ساعت 3 بعد از ظهر قول دادم با آقای امیر حسین لادن با شما باید ساعت 2 بعد از ظهر باشم که میشه 8 شب و لیمیت داریم، چون باید با شما باشم حدود نیم ساعت، بعدش خودم، بعدش آقای امیر حسین لادن، بعدش ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران. بله او ایشون نشته البته ایشان را کشتند. یعنی شما این خبر موثق دارید یا حدس میزنید؟ در صورت اون میگه که روباه تخم میذاره یا بچه میذاره، گفت از این جانور هر چی بگی برمیاد. اینم ماجرای حکومت‌های دیکتاتوری هست که هر چی بگی ازشون برمیاد. مجازات روزخورد در برابر عموم. بعد تعجب میکنن چرا جوانان از دین فراری هن. نشون بدم، من خودم هم حتی هنوز نگاه نکردم، ولی به اصطلاح این متاسفانه الان هم تو ما رمزون توی ایران متاسفانه این اشکالی هست که همیشه بوده. دوستان اگه فکر میکنن زمان شاه بهتر از این بوده، اون روزخاری رو که شهربانی اطلاعی داده بوده یکی برای من باز بفرسته، توی یکی از برنامه ها نشون دادم. این رو نگاه کنید در پاکستان اتفاق افتاده. بله آقای شادانلو دوستان میگن پنجشنبه، از همین الان تو اون دفترتون یادداشت کنید پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیویورک و 9 شب به وقت فرانسه اروپا با شما خواهیم بود. اگر سوالی دارید از آقای شادانلو
با خودشون مستقیما تماس بگیرید روی فیسبوک، الان فیسبوکشون نشون میدم بعد از این ویدیو، یا با من از طریق پیام گذاشتن روی شماره تلفن 202-695-2573 یا ایمیل usa.amerika.usa.survey@gmail.com اینا رو بهتون نشون میدم. این ویدیو رو ببینیم که مایه واقعا شرم بشر در قرن 21 است. نه دیگه، نبینیم بهتره. و من دلم میخواست از دست این در میرفت میزد تو زانوی اون. هیچ وقت چیزی خورده به زانوتون؟ و تو زانوی اونی که گرفته، ریزش کوه محور فیروزآباد شیراز نرسیده به قلعه دختر و مسدود شدن مسیر همین الان یهوی. فیروزآباد، اونایی که تاریخ ایران میدونن اینا میدونید که یه مدتی پایتخت ایران بوده. فیروزآباد جای بسیار قشنگیه. بعد اگه اشتباه نکنم اونجا برنج هم به اصطلاح کشت میشه و به عمل میاد. اینم از این. آقای فرخ سپهرار میگه دختر چمنارا، سودابه چمنارا کسی بود که با طرفداری از اکس زنم باعث شد برای گرگراری های زیاد برای من شد. آها، خانم سودابه رو من میشناسم، ایشون همسر آقای علی سرشار هست و بارها تو برنامه من گفتم این خانم چون تو شهربانی بوده و چون موتور سوارم بوده یکم تامبویه و اولا فکر میکنه که همه مثل علی سرشار باید ازش بترسن، بعد اصلا صحبتاش همراه با حمله و اینا هست. ولی یه مدت تو رادیو وقتی میومد ایشون کمک میکرد به اینایی که مشکلات شادم اشتباه میکنم با یکی دیگه، ولی بله این خانم سودابه چمنارا کاملا با برادراش فرق میکنه. یعنی حالا بذار خیلی غیبت نکنه، همینقدر بس. ببرمت فیروزآباد آقای فرخ، یا فارسی بنویس که بتونم تو برنامه درست بخونم یا انگلیسی بنویس. باور کن بنده انگلیسی دو کلمه بلدم که بخونم و بتونم برای دوستان هم ترجمه کنم. ببریمتون به فیروزآباد و این 20 ثانیه رو با هم ببینیم که جاده ریزش کرده. جالبه اینا که دورتر بودن فرار میکنن، اون دو سه نفری که نزدیکتر بودن ماشینشون هم اونجا بود همینجوری وایسادن نگاه میکنن. و شما تهرونی ها فکر نکنید یه وقت شما تیپتون بالا، مندتون بالا، جاده هراز و جاده چالوس ریزش میکنه. ما شیرازی هم جاده فیروزآبادمون اینجوری ریزش میکنه. همین کوهی که به طرف استعمانات اینا میرفتیم، همین جاده بود که آقای جمشید آموزگار به خاطر که نخست وزیر شده بود میگفتن جاده رو آورده این و پدر خیلی ها رو در آورده. من هر وقت میرفتم یه تابلوی زده بود نوشته بود خطر ریزش کوه. من از خودم میپرسیدم خب اگر این قبل از من ریخته باشه که من سنگو میبینم، پس احتیاج به تابلو نداره. اگر الان تو به من میگی خطر ریزش کوه، من چیکار کنم؟ رانندگی میکنم، دستمو از ماشین میکنم بیرون، اینجوری کنم اگه سنگ ریخ نگهش دارم. جیلنوی سالها پیش گفت که تو جاده حتما دیدید یه تابلوی زده عکس گوزنه و میگه منطقه مثلا عبور حیوانات وحشی. تو ایران هم داشتیم. بعد این میخندید میگه من نمیدونم، اینا که سواد انگلیسی ندارن از کجا میفهمن از این منطقه باید عبور کنن. طرفای کالیفرنیا تابلو گذاشتن مواظب خانواده های مکزیکی و اینایی که میدونن میان این ور مرز باشین، چون میان تو جاده از این ور جاده میخوان بودن من اون ور بیچارا با خانواده و بچه کوچیک و خسته و تشنگی و اینها تصادف بعض وقتا ایجاد میشه. خب من آهان اکس زنم، این اکس زنم، اکس هم اینجوری نمینویسن آقای فرخ جان، ای اکس باید بنویسی. وقتی میگی اکس، ای اکس از چه کلمه اومده نمیدونم، ولی الحمدلله من ندارم، راحتم از این راه هست.
امیدوارم هیچ وقت هم نداشته باشه. ولی ایشون پس همون که گفتم درسته، ایشون یه مدتی شده بود به اصطلاح کمک اینها، و بعضی وقتا هم اینا یه حالت فمینیستی دارن، اون فمینیستی که میخواد مخالفت کنه، دشمنی کنه با حق مردا، اونجا متاسفانه حق مردا از بین میره بعضی وقتا. بله میگه کاگو جون، اینو پتیک نوشته، به علت بیخوابی اجبارا تلویزیون رو روشن کردم، مراسم عقد پرنس انگلیس رو نشان میداد. با دیدن بچه های اینها و بچه های غزه و آفریقا از کار خدایی که میگویند هست در عجب شدم. کاش نه هوش و ادراکی بود و نه فهم و شعوری، برم بخوابم. کار کانکریت و چوب این چیزها را نمیفهمد. پتی دوستان، اگه شب بیخوابی به سرتون میزنه، بهتره که تلویزیون نگاه کنید تا خوابتون ببره، یا نور تلویزیون و توجه به تلویزیون باعث میشه بیخوابیتون طولانی تر بشه. اگه کسی در این باره تجربه داره، رشتهش هست و اینا، خوشحال میشم مهمون برنامه ما باش توضیح بده. میگن یکی از کارهایی که باعث میشه خوابتون بد بشه اینه که تلویزیون تو اتاق خواب داشته باشه، حالا سکستون هم کم میشه بماند، ولی میگن اینه. و شما آقای فرخ خیلی ناراحت نشته چمن چرا. بله اینم از این. بریم سراغ چیزهای دیگهی که براتون گذاشتم. بله سلام آقای سوربیش، حتما شما هم از رفتن استاد زنده یاد ناصر چشم‌آذر متاثر شدید. این آهنگساز معاصر کشورمون، اگر وقت گردید به قسمت کوتاهی از ملودی اون در این ویدیو نگاه کنید که خوبان همه جمع هم. آخرین چیز که شنیدم گویا چند ماه پیش میخواسته قبل از که فوت بشه میخواسته بره، بعد که فوت شده که نمیتونه بره، میخواسته بره تلویزیون ملی، راهش ندادن، با وجودی که خودشون باهاش یه مسابقه قبلا انجام داده بودن. اینم یک ویدیویی که خانم مینا لطف کرده فرستاده و با هم ببینیم. اجازه بدیم من اینو اینجا، حدود 3:33 است، الان هم ساعت 3:57 است دیگه. اجازه بدیم من با نشون دادن این ویدیو به عنوان حسن ختام برنامه از شما خداحافظی کنم و به امید دیدارتون باشم چهارشنبه. چهارشنبه دوست ما برنامه‌ای رو الان دیگه میشه بگی بیش از یک سال هست از خلیج فارس میفرستن برای شما، شما هم میتونید نظر بدید، هم میتونید سوال کنید. پنجشنبه هم با آقای شادانلو هستیم از ساعت 3 بعد از ظهر، و توی این برنامه ایشون معمولا نیم ساعت 45 دقیقه مهمون ما هستن، ولی اگه خواستن بیشتر هم صحبت کنن، مدارکی بود خواستن نشون بدن، یا شماها سوالی داشتید روی فیسبوک بیان بگید من براتون بخونم ایشون پاسخ بده، با هم خواهیم بود. ممنونم که ایشون نوشته که پنج شنبه میتوانیم با شما باشیم. دوستان گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، و این ویدیو رو با هم ببینیم و امیدوارم که اوقات بهتری در انتظارتون باشه. روز و روزگار بر شما خوش. آهنگسازای خوبه مملکتمونه، 3-4 بار فکر میکنم جایزه موسیقی فیلم رو بله گرفته امو ناصر، و این برد ما رو به سال 73. خب در سال 73 چیکار کردیم؟ هشتونیمو با شما و محمد آقا و آقای شهیدفر، آقای حمید امجد، علیرضا سالمی، کیوان اسلامی، یه لیست بلند بالا از بچه هایی که الان هر کدومشون دارن یه کاری رو انجام میدن. آره برنامه تا هشت و نیم رو رضا صفتری در شبکه دو اجرا میکرد، خیلی اجرای خوب و موفقی بود و خیلی برنامه بله ما توی پخش بودیم، یعنی جامعه جمع اونجا بودیم. خب حالا این صحبت هامون راجع به تلویزیون خواستم اشاره هم کرده باشیم به تا هشتنیم که رضا صفتری مجری و گوینده و اجرا کننده اون برنامه بود و آقای اجازه بدین دوستان چون من این ویدیو رو قبلا ندیده بودم بهتون بگم که آقای رضا صفتری هم یکی از مجریان خوب تلویزیون ایران بوده، مرگ ایشون هم مشکوکه. حالا باز میتونید بذارینش جز اونایی که میگن خیلی از این مجری ها وقتی اونجا هستن بعد میبینن که دارن برای دستگاهی کار میکنن که حقیقتا در پخش دروغ اینها هم سهیم هستن، و چون میخوان اعتراض کنن دردسرهای براشون درست میشه، حتی دردسرهای بزرگی مثل از بین رفتن.
پس اگه خواستید رضا صفدری قبلا از برنامه ما در موردشون صحبت کردیم، ویدیوهاشون نشون دادیم، اون رو هم ببینید و روان شاد، یادش گرامی. و بازم به من بگید نظرتون درباره افرادی که در رادیو تلویزیون ایران کار میکنن چیه؟ تا چه زمانی به نظر شما خوب بوده، اوکی بوده؟ تا چه زمانی اینا هم همکار حساب میشن؟ و الی آخر یه برنامه ای هم میتونیم اختصاص بدیم به این. بازم از شما ممنونم. و پدر من میگفت که شما برین ماشینی که روشن کردین من میام. میگفتیم چرا؟ میگفت شماها سه بار چهار بار خداحافظی میکنین، یه بار اینجا خداحافظی میکنین، یه بار تو راهرو خداحافظی میکنین، یه بار بیرون خداحافظی میکنین، یه بارم دم در ماشین که رفتین تازه برمیگردین. برین نشستین ماشین روشن شد من میام. خدا نگهدار. محمد سال علام که کارگردانی میکردن در کنار دوستان دیگمون و شما که تهیه کننده من تعارف کنیم به هم دیگه. حالا بریم رضا سراغ رادیو. من میخوام راجع به رادیو و حست راجع به رادیو بگیم. رادیو میدون ارک 15 خرداد چوره کبابی جوانان، بعد از دورایی که ما وقت بین دوتا استودیو جیم میشدیم میرفتیم بیرون، مهران دوستی، جواد آتش افروز، محمود شهریاری، محمد قربانی عزیز، یه نسل خوب از گوینده هایی مثل حمید یاسمین، شجای مهر خدمت شما عرض شود، یکی ها بودن فریورز کیان خدا بیامرزش و خیلی از برای بچه های دیگه که فکر میکنم سعید تمکل، خدا رحمت کنه، آقای نوزری، بچه های صبح جمعه، سرکار خانم بیرکوان، خانم بیتمشنی، بله، و خانم مکنشان از گوینده های بله بله. بودن بعد از انقلاب اسلامی که فکر میکنم توی دهه 60 اینا